بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام مردم عزیز و شریف ایران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با فوتبال برتر. ممنونم که شبکه 3 رو انتخاب کردید و نگاه میکنید و همراه ما هستید تا با هم دیگه گپ بزنیم، صحبت بکنیم راجع به اتفاقات هفته گذشته فوتبال کشورمون که برمیگرده به رقابت‌های لیگ برتر، اتفاقاتش که خیلی هم زیاد بوده، گلای دیدنی و جذاب بعد از نقدای ما توی چند هفته گذشته. حالا دوتا تیم دارن گل میزنن. راجع به آمار و اتفاقاتش با هم دیگه صحبت میکنیم. قرعه کشی جذاب رقابت‌های جام حذفی و هر چه که گذشت در فوتبال کشورمون در هفته گذشته. و بسیار بسیار خوشحالیم که در روز میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر در خدمت شما هستیم و امیدوارم که از برکات ماه رجب هم بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. تو این روز عزیز خدمتتون هستیم، با انرژی انشالله همراه ما باشید، پیگیری بکنید و دنبال بکنید فوتبال برتر رو. راجع به لیگ صحبت بکنیم، راجع به جام حذفی هم همینطور. حالا هر وقت شد بچه‌ها نتایج رو بدن قبل اینکه تیزر رو ببینیم. نتایج این هفته از رقابت‌ها خیلی سریع گذشت، نیم فصل اول رقابت‌ها، و رسیدیم به بازی‌های تکراری، تکرار بازی‌های نیم فصل اول که خوبم شد اتفاقا. مثل رفسنجان 1-1 مساوی کرد با نساجی مازندران و بازی پر اتفاقی هم بود، داستان داوری هم خیلی زیاد داشت، حتی تصاویر داوریش از تصاویر خود مسابقه هم بیشتره. بازی مثل رفسنجان و نساجی، ملوان 1-0 پیکان رو برد و 3 امتیاز گرفتی و مسابقه تا پیکانی های 10% جریمه بشن کادرشون و بازیکناشون، و ملوان به 3 امتیاز خوب برسه بعد از اون 4 هفته پایانی نیم فصل اول و روند خوب تیم مازیار. این دفعه هم تونست 3 امتیاز بگیره، دیگه از یه امتیاز گرفتن خسته شده بود و حالا با تقویت خودشون این فصل دوم میتونه جزو تیمای خوبه لیگمون باشه. سپاهان 2-1 استقلال توی بازی پر اتفاق پشت سر گذاشت، مهمترین بازی، بازی بزرگه هفته 15 16ام رقابت لیگ برتر رو پشت سر گذاشت، تونست استقلال رو ببره که داستان داوری همونطور که میدونید داره و نکته راجبش زیاد بگیم. مثل کرمان هم 2-0 نفت مسجد سلیمان رو برد، نفت مسجد سلیمانی که بعد از بالا بردن میانگین گل توی بازی لیگ برتر میانگین تغییر مربی رو هم بالا برد و یه بار دیگه سرمربی خودش رو عوض کرد و آقای اشکش جای خودش رو به رضا عنایتی داد تا یه تغییر دیگه در نفت مسجد سلیمان شاهد باشیم این بار روی نیمکت که راجبش بیشتر صحبت می‌کنیم. پرسپولیس 1-0 موفق شد زوبهن رو توی بازی سخت شکست بده و 3 امتیاز دیگر رو بگیره تا با خیال راحت تو صدر جدول رده‌بندی قرار بگیره. پرسپولیسی که اخبار نقل و انتقالاتی زیادی هم حوالی تیمش به گوش میرسه، بقیه تیم‌ها هم همینطوری، فکر کنم 2 روز فقط به پایان مهلت نقل و انتقالاتی باعث شده تا تیم‌ها به تکاپو بیافتن برای گرفتن بازیکنایی که نیاز دارن. صنعت نفت و فولاد 0-0 مساوی در جدال خوزستانیا. تراکتور گلگاهی که بازی بسیار خوبه این هفته بود، با تبریک به پاکو خمس و امیر قلعه‌نویی که فوتبال خوبی رو تیماشون بازی کردن، یه نیمه اول آتشین با 4 گل در تبریز که داوری هم داره به عنوان بازی اول هم ما پخش میکنیم چون جذابترین بازی هفته بوده. و هوادار آلومینیوم، همیشه هوادار آلومینیوم ها قصه داره، فصل گذشته که یادتونه، یعنی ساکت الهامی آلومینیوم این دفعه هم همینطوری بود. یه تیزر ببینیم اوضاع از چه قرار است، بعد یه توضیحاتی باید بدم خدمتتون راجع به اتفاقاتی که امشب قرار بود بیفته و البته هفته قبل افتاد. We'll be right back.
جزء هفته‌ای بود که کنفرانس‌های خیلی خیلی جذابی داشت. به نظرم این هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم خوب بود، یعنی به گل زدن هر دو تا تیم داریم میرسیم. تک گل‌ها رو راجبش حرف زدیم که آقا هر تیمی گل میزنه تمام انگار کار، کامبک یا بازگشت نداریم توی رقابت‌های لیگ برتر. اون یه ذره اوضاع بهتر شده، امیدوارم تو هفته باقی مونده هم بهتر بشه. ما بازی مثل بازی گلگار تراکتور می‌خوام، یعنی دو تا تیم بیان برای فوتبال بازی کردن، یه بازی پرموقعیت جذاب دیدنی ببینیم با هم دیگه، کم تماشاگر کیف بکنه، هم از لحاظ فنی چیزی به فوتبالمون اضافه کنه. اما یه توضیح بدم راجع به هفته گذشته، راجع به گفتگوی ویژه امشبمون، یه نیم ساعت دیگه خدمتتون نکاتی رو میگم. هفته گذشته ما راجع به هیئت فوتبال تهران صحبت کردیم و ریاست محترم هیئت فوتبال تهران محبت کردن، تشریف آوردن، یه ابهاماتی رو پاسخ دادن و خیلی‌هاش هم پاسخ ندادن، ولی ما یه ابهاماتی رو مطرح کردیم راجع به هیئت فوتبال تهران، مورد توجه خیلی از بیننده‌هامون هم خدا رو شکر قرار گرفته بود و امیدوارم که در واقع منشأ اثر هم بشه. حالا اثر میتونه تغییرات قانون باشه، تغییرات نفرات باشه، تغییر رویکرد باشه یا هر چیز دیگه. چیزی که بهش رسیدیم اینه که شما باید بازی‌ها رو توی زمان‌های مناسب برگزار کنید. چرا؟ چون برگزار کننده بازی‌های رده‌های پایه‌ای، یعنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، 8 صبح، 9 صبح زمستون، 12 ظهر تابستون، اینا اصلا قفل کاملا. باید حواستون به برگزاری باشه. دومین نکته اینه که باید خرید و فروش تیم‌ها و این روند دلالی که اتفاق افتاده تو خرید و فروش تیم‌ها از بین بره. حالا با جلسه‌ای که هیئت رئیسه میخواد بذاره، قانونی که میخواد وضع بکنه، این کاملا بر مبنای درآمدزایی این کار انجام میشه. عرض کردم هفته گذاشتم که یه توهم ایجاد میشه و به فروش میره. یعنی چی؟ یعنی شما یه لیگ ایجاد میکنی، دست دو تهران جوانان، تیم ایجاد میشه، میشه 20 تا تیم، پس اینا باید ورودی بدن، تیمای رده اومدن بالاتر میشه فروختشون. یعنی شما که 400 میلیون تومان خرید تیم رو میفروشی 2 میلیون، و این ترنوور مالی، این چرخه مالی برای یه سری آدما ممکنه سود داشته باشه. این باید کاملا از بین بره. حالا با نظارتی که حراست وزارت ورزش داره یا فدراسیون فوتبال اگه حواسش هست به این نکات میتونه نظارت بکنه که این تغییر در رویکرد و روند و قوانین رو داشته باشیم. حالا تغییر در نفرات، تغییر در اتفاقات دیگر رو نمیدونم، ما به جد پیگیری میکنیم که آقا این رفتار مدیریتی حداقل عوض بشه، به ویژه اینکه با بچهای رده‌های پایه که حالا موضوع بحث امروزمون هم میتونه باشه، شما سر و کار داری، برگزار مسابقات داری و خیلی از نکات وابسته به شماست. امیدوارم هفته گذشته دیده باشید برنامه رو، خوشتون اومده باشه و البته شما هم مثل ما پیگیر باشید که انشالله این تغییراتی که عرض کردم رو داشته باشیم. بریم فوتبال ببینیم از تراکتور گلگهر طبیعتاً باید شروع بکنیم. با نیمه اول آتشینی که گفتم دو تا تیم داشتن، 4 تا گل توی بازی هیجان انگیز. چپ از بازیکن تراکتور میتونن توپ رو بفرستن روی دروازه، ارسال با پای چپ، بلند هست، توپ رو برمیگردن، یک ضربه و توی دروازه، گل برای تراکتور به ثمر میرسه و کاوه رضایی هست که با پای چپ موفق میشه دروازه حریف رو باز بکنه. ببینیم صحنه گل رو بغبتر، پاسکاری، یک ضربه از راه دور، دفع ناقصه اخباری که میتونست کار دسته تراکتور بده، فضای خالی در سمت چپ، رزاق پور، ارسال به روی دروازه، با سر توپ رو برمیگردن، دوباره صفاهادی، گستاوو، صفاهادی و ضربه این بازیکن که از بالای دروازه به بیرون میره. منصوری
یه بار دیگه این بار حرکت از گلگهری‌ها چه فضایی دارن، سه به تک می‌رفتن که بشن، برگشت مدافعان تراکتور. نظر داور چیز، نقطه پنالتی، دست به جیبم شده، یه کارت زرد هم به هادی محمدی نشون داده. حالا ضربه باید زده بشه، حرکت میکنه قاسمی نشاط، ضربه‌شو میزنه برخلاف جهت اخباری و باز شدن دروازه تراکتور. حساب کار 1-1 میشه و گلگهر به بازی برمیگرده. یه بازیکن روی زمین افتاده، داور اعتقادی به خطا نداره، حرکت خطرناک بازیکن گلگهر که خیلی هم تعدادشون زیاد هست. فرصت برای گلگهری ها در داخل محوطه جریمه، باید مراقب باشن. ضربه که زده میشه و گل دوم برای گلگهر. بازی از این رو به اون رو شد و رضا شکاری است که دروازه تراکتور رو باز میکنه و حساب کار رو 2-1 میکنه. دروازه تیم سابق خودش رو رضا شکاری دوباره موفق میشه باز بکنه. بازیکنی که بازی رفتم تونسته بود این کار رو انجام بده، با 8 گل دوم هستند. گستاوو ارسال میکنه به روی تیر دو، فرصت عالی، تو وارد دروازه شده و حساب کار 2-2 مساوی میشه. در استادیوم همراه خواهیم بود و بحث کارشناسی خواهیم داشت. یه لحظه اشتباه، فرصت عالی برای تراکتور، ضربه ای که زده شد توسط رضا اسدی اما راهی به دروازه پیدا نمی کنه. حمله ادامه داره، قنبری وارد محوطه شده، فرصت عالی برای تراکتوری ها. دوباره توپگیری از بازیکن تراکتور، با بیرون پا توپ رو میفرسته برای قنبری. قنبری حرکت میکنه، وارد محوطه شده، خود قنبری سر توپ میزنه با پای چپ، ضربه این بازیکن و عکس العمل منادی که دروازه تیمش رو نجات میده. تیکدری توپ رو پرتاب میکنه، رضا شکاری گوشه زمین، برنوی است میفرسته به داخل محوطه جریمه که اشتباهی رو انجام دادن در داخل محوطه. رو پای راستش است، کاوه رو صاحب توپ میکنه پشت محوطه جریمه. عقب‌تر صفا هادی، ضربه این بازی کن. دوباره بازی زیبا شده. اخباری پشت دیوار دفاعی ایستادن، فرصت، یک ضربه خطرناک و عکس العمل دیدنی محمد رضا اخباری. هاشم نژاد، دوباره هاشم نژاد، یه لایه انداخت، بازم داور دست به جیب شده. ببینیم به کدام بازیکن میخواد کارت نشون بده. یه رالش قادری هم که باشه کارت زرد دومش خواهد بود. یه کارت زرد به آرش قادری به نظر میرسه نشون میده و کارت زرد دومش هست و از زمین بازی اخراج میشه در لحظات پایانی این مدافع. و که اصلا این چیز بچگونه بود، داوری خدا آقای حیدری همه چی اوکی بود، ولی خب کمکش اصلا جالب نبود. من دوبار پشت سر هم بهش گفتم که اگر این اوتی که اشتباه گرفتی میرفت تو گل چی. دوبار پشت سر هم این همین جمله رو بهش گفتم، به آقای حیدری گفت که کارت بهش بده که کارت زرد دومو داد و ایشالله که بخشیده بشه. بابت صحنه پنالتی، حالا بچه نظرشون این بود که قبلش آفساید بودش که به همه به خاطر آفساید فکر کنم هم نظر بودیم که داور کمک داور بازی آفساید رو نگرفته، پنالتی فکر کنم پنالتی بوده. فکرش رو نمی‌کردیم به خاطر اینکه اونجا رو نقطه ضعف خودمون یا قوت حریف نمی‌دونستیم. روی دو تا توپ ساده، دو تا دفعه توپ خیلی ساده گل خوردیم متأسفانه. هرچند که اکبر منادی یکی دو صحنه هم عکس العملی خیلی خوبی نشون داد، ولی روند بازی به سمتی بود که ما خودمون با پرسینگمون و با مدل بازی سازی که داشتیم تونستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم که اون سمت زمین هم آقای اخباری خیلی عملکرد خوبی داشت. من فکر کنم بازی خیلی جذابی بود.
این چیزی هست که ما می‌خوایم عوضش بکنیم. به طور جدی راجعش تصمیم گیری خواهیم کرد. ما سعی کردیم تو این مدت هم که اومدیم اینو تغییر بدیم، ولی خب از این بعد باید جدی خیلی محکم روی این قضیه وایسیم که که کارت بیمورد بچه‌ها نگیرن. این درسته که البته تیم حریف هم بازیکناش همونجوری که ما اعتراض می‌کردیم اعتراض کردن با همون شدت، ولی داور یکسان قضاوت. بله، یکی از بهترین بازی‌های این هفته رو با هم دیگه دیدیم، شاید بهترینشون، به ویژه توی نیمه اول که گفتم 4 تا گل داشت با اون گلگار، با اون انتقال‌های فوق‌العاده سریعش تو حمله که واقعا یکی از شاخصه‌های این تیم هست و ترسناکه واقعا توی ضد حمله زدن و انتقال تونست حتی به گل و موقعیت هم برسه و تراکتوری که دیگه کم کم میدونه چی میخواد، فقط شاید یه سری جاها تو یه سری از پست‌ها ابزار نداره پاکو خمس، یعنی اون کاری که میخواد انجام بده رو تو یه سری از پستا نمیتونه انجام بده. تو مصاحبه‌اش هم چند بار گفته که حالا میخواد تقویت بکنه تیمش رو با چند تا بازیکن خارجی. حامد پاکتل که رسمی شد فکر کنم یه سال و نیمه قرارداد بس با تراکتور و ملحق شد به این تیم تو خط حمله. حالا بعد ببینیم بازیکن دیگه کیا رو میخواد جذب کنه تراکتور، ولی فرم بازی، شکل بازی، شکل دوست داشتنی هم چهار دفاعش جذاب. خمس هم با سه دفاع که بازی میکنه، با در واقع حضور سه تا هافک خارجیش، صفادی و گوستاو و ریکاردو که این آخری واقعا از بهترین خارجیای شاید چند فصل اخیرمون باشه، زود قضاوت نمی‌کنم، این فصل گذشته کیفیتش رو نشون داده و به نظر من یکی از تیم‌های جذابه این فصل رقابت‌های لیگ برتر بوده و هست. با قربان بردیف هم اونا میتونستن به جای خوبی برسن، ولی خب به هر دلیلی این فصل جدا شد و جانشین خوبی آوردن. داوریشو با هم دیگه ببینیم که سر اون پنالتی هم با منوستی وی ای آر رفت، یعنی موبایل در بود، موبایل زیاد داشته میرفته، یعنی تلفن همراه بود، مربی ها میان سری بازی رو نگاه میکنن، دوستانی هم که اطرافشون هستن به باب کمک کردن سری تلفن همراه رو میدن بهشون، یا با داور نشون بده اینجا پنالتی شده، اینجا دو بازی آلومینیوم هم میبینید. بیژن هیدری داور وسط بود، ماورزا منصوری، امید افخمی و محمد باقر پورباقر کمکش کردن. اینجا پنالتی بود یا نه؟ آقای عسکری با داور موافقن، میگن ادامه بازی. آقای خسروی هم میگن دفاع توپو زد ابوالفضل رضاپوره، ادامه بازی. چی هم نشد دیگه، الان گلگواری خودشون هم دارم میبینم چجوری اعتراض میکنم به این صحنه. بعدی خطا بود یا نه؟ بله، مدافع توپو رها کرد، فقط بازیکن رو زد. اینجا هادی محمدیه، آقای خسروی هم گفتن خطا بود. اگه خطا باشه به نظرم حتی حالا به توپ نمیرسید، ولی کارتشو نمیدونم، خطای بازیکن قرمز اینجا، شاید همون ایسکای زرد مثلا، چون احتمال رسیدن به توپش کم بود، نمیشه رو اخراج صحبت کرد، ولی هادی خود چه کاریه با این همه تجربه. آها، قبل پنالتی گلگار آفساید بود. آره خسروی گفتم بله، این تصویر خوبیه که خود تراکت بچه تراکتور فرستادن. این پاس اول رو ببینید، چون تو تصویر در واقع پخش شده زننده و گیرنده رو ما نداریم و بارها هم گفتیم چون تیما برای آنالیزشون یه دوربین میذارن اون بالا، یه دوربین لانگ، تصاویر این مدلی که تردید روش هست رو برای ما بفرستن و اینو فرستادن. نگاه کنید توپ اولی که میفرستن اینجا یه نفر تو آفسایده. حالا ببینید توپ همون یه نفر میرسه، توپ میره حرکت میکنه، یادتون بیاد بازی منچستر برونو فرناندز و رشفورد شبیه اون میشه. فرقش چیه؟ اینجا توپو دقیقاً همون بازیکنی میگیره که اینجا تو آفسایده. پشت فا رو ببینید، مرتضی تبریزی اینجا به توپ رسید، سر توپ زد، پنالتی رو گرفت.
همه کارشناسمون پس تایید میکنه. یه دفاع وسط نمیکنیم، صحنه اولو اگه ببینید یه دفاع اون وسط مدافع نیمده، آها درسته، واسه کردن گفتن مدافع نیمده، یعنی آفساید پر کرده، هر چهار تا کارشناسو میگن گل درست. کمکم جاش عالیه. علیزاده مستحق کارت دوم بود یا سختگیرانه است؟ آقای عسکری گفتن از حمله موثر جلوگیری کرده. خیلی این توپ پمت تو ورمی اصلا توپو میزنه. آقای مظفرزاده راست اصلا خطا نیست که شما خطا رو همین کارت دو رو داد. آها فقط خطا گرفته. کارتو نداد، اصلا کارت دومو نگرفته. آقای خسروی گفته خطا بود، آقای مظفرزاده گفته اصلا خطا نباید بگیری. اینا نگاه توپو زدن. منم نظرم الان حس میکنم فقط توپو زد، نمیدونم حالا. نگاه کنی نظر شما چیه؟ آقای عسکری گفته که از حمله موثر جلوگیری کرده. حتی میتونسته کارت هم بگیره. آقای خسروی گفته نه همون خطا کافی بود، ولی زاویه پشت به ما میگه که اصلا خطا هم نیست. خود علیرضا علیزاده همیشه حتی موقعی که داره چای میخوره مستحق گرفتن کارت زرد هست، یعنی پتانسیلش رو میخوام بگم داره علی همیشه، ولی اینجا خدایش توپ می هم بک زده میشه. مواد فارسی باید درش پیدا کنیم، اونم میشه بازگشت به بازی، یعنی تیم بتونه بازی که عقب هست رو ببره یا دو هیچ رو به تساوی بکشونه. این هم ظرفیت ذهنی خیلی بالای تیم رو میرسونه، هم توان بدنی، توان بازگشت تیم، توان روحی روانیش، ولی خیلی کم اتفاق میفته. تو یه بخشی میخوایم بپردازیم به این بازگشت ها که تو دیگه ما خیلی کمه. چی
چیزای کمیاب همیشه ارزشمند به نظر میرسن، درست مثل بازگشتای فوتبال ایران که به ندرت اتفاق میفتن. دقیقه پاس عالی کاتک میتونه به گل برسه. اینجا تیمی که گل اولو بزنه درصد زیادی از راه پیروزی رفته. اینجا مشت اول پایان زودرس دعوا هاست. اولین بازگشت نیم فصل اول لیگ تو دومین هفته اتفاق افتاد، وقتی که آبیا روبروی ملوان بازنده به رخکن رفتن و وقت شنیدن سوت پایان برنده بود. اولین برد ساپینتو به کمک اولین نمایش عالی مهدی قائدی به دست اومد. یه پاس رو به جلو در اون محوطه جریمه برای یانبا موقعیت هست، خطرناک هست و توپی که به تور دروازه میرسه و گل. همون هفته سپاهانم روبروی نساجی به بازی برگشت و تنها گل حریف رو با دو گل جواب داد. گل تساوی در دقیقه 11 یاسین سلمانی، خیلی یه جورایی من فکر کنم آزار داد هواداره سپاهان رو از بس تکرمی کرد. هرچند که تصمیم عجیب داورم روی رقم خوردن دومین بازگشت فصل بی تأثیر به نظر نمی رسید. بازم درگیری ها بالا می گیره. تیمی که دومین بازگشت فصل رو ساخته بود خودش قربانی بازگشت سوم شد. محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه. سپاهان توی ساعت اول مسابقه دو گل از تیم امیر قلعه‌نویی جلو بود و تو مسیر رسیدن به یه برد بی درد سر قرار داشت، اما گل به خودی رناتو و کمی بعد ضربه علیزاده فرصت برنده شدن رو از این تیم گرفت. محبت جریمه، فرصت و گل دوم، گل دوم برای گلگوهر سیجان و گل مساوی. این بار نوبت گلگوهر بود که به یه بازی از لیگ برگرد. نفت مسجد سلیمان هم قبل از شروع کابوسای بزرگش تجربه موفقی تو کامبک ها داشت. تو پنجمین هفته از لیگ برتر اونا خیلی زود از نفت آبادان گل خوردن، اما با دو گل تو نیمه دوم جریان بازی رو عوض کرد. هیچ کدوم از دو مربی اون بازی حالا دیگه روی نیمکت تیماشون دیده نمیشن. مسجد سلیمانی ها خیلی زود ایستادن تو طرف دوم این ماجرا رو هم تجربه کردن. اونا یه هفته بعد از شکست دادن نفت گل اولو به پرسپولیس زدن، اما نیمه دوم اون نبرد تحت تأثیر مهاجم خارجی قرمزا قرار گرفت. پنالتی، اخراج و یه چرخش دقیق برای زدن گل دوم خلاصه بازگشت تیم یحیی تو مسجد سلیمان بود. نتیجه ای که انگار روزای خوب این تیم تو لیگ برتر رو به پایان رسوند. تو ششمین بازگشت این فصل لیگ بازم ردپایی از سپانیا دیده میشد. تیمی که با درخشش دو مدافع کناری تنها گل هوادار رو جواب داد و همه ی امتیازهای اون مسابقه تو تهران رو به دست آورد. پرگلترین بازگشت این فصل لیگ رو تراکتوریا ساختن. تیمی که 7 دقیقه قبل از پایان بازی 2-1 از حریفش عقب بود، اما با دو گل دیر وقت برنده بازی شد. نقطه فراموش نشدنی اون بازی هتریک محمد عباس‌زاده برای تیمش. برگشت به بازی ویژگی مهم تیمای مدعیه، کاری که گلگوهر تو 12 هفته لیگ روبروی هوادار انجام داد. نیمه دوم اون بازی نیمه امیر و شاگردا بود، وقتی که مرتضی تبریزی و آرمین سهرابیان جای تیم برنده و بازنده رو عوض کردن. فرصت برای بازگان گلگوهر و گل، گل برای گلگوهر سیرجان. نتیجه 2-1 میشه به سود گلگوهر سیرجان توسط آرمین سهرابیان.
آخرین بازگشت لیگ تا امروز سهم زوبی ها شده. تیمی که تو 14 هفته دقیقاً ظرف 14 دقیقه نتیجه 2-0 رو با تساوی 2-2 تغییر داد. اونا نشون دادن که نمیخوان شباهتی به تیمای بازنده داشته باشن. 128 بازی و فقط 9 بازگشت. اینجا تقریباً به ازای هر دو هفته یه بازگشت به بازی اتفاق میفته. این آماری علیه جذابیت لیگ برتره. آمار ساخته شده توسط تیمای گلزنی که به دفاع مطلق فرو میرن و تیمایی که بعد از گل خوردن نقشه جایگزینی برای ادامه مسابقه ندارن. بسیار عالی. اینم از بازگشت‌ها توی رقابت‌های لیگمون. بسته بازی گلگوهر و تراکتور رو تمام بکنیم با ذکر این نکته که دکتر میگن آرش قادری مدام اعتراض میکرد هم به در واقع داور و کمک داور که با نظر کمک داور کارت زرد دوم رو گرفت و از بازی اخراج شد و کلن موبایل در آوردن و موبایل نشون دادن به داور و کمک و اینا هم اخراج داره. اینو دوستان در جریان باشن. حالا بریم جلوتر سر بازی آلومینیوم بیشتر راجبش صحبت میکنیم. اما بازی مثل رفسنجان و نساجی که پر بود از اتفاقات داوری و اعتراضات به داوری شبیه بازی که توی نیم فصل اول داشتن اگه خاطرتون باشه توی مسابقه هم خیلی قصه داوری و نکته داوری زیاد داشت. بازی مس و نساجی انتظارمون بیشتر این بود که الان راجع به اتفاقات فنی و فوتبالی صحبت بکنیم، منتها همین وی آر نبودنه، همین تعدد اتفاقات داوری باعث میشه تو بحث بره بیشتر سمت این تصمیمات و کارشناسیش خیلی مهم بشه که به شدت مفصله کارشناس داوری بازی مثل رفسنجان نساجی. بریم اول فوتبال رو ببینیم. پرتاب رو انجام میدن، صاحب توپ امین مهدی جان ملکی روی زمین خیلی خوب کار میکنه، توپ با چند تا رفت و برگشت به جان ملکی میرسه، فرصت داشت اونجا. شیمبا هم با سن و سالی که داره خیلی خوب خودش رو میرسونه. پاس تو در اشتباه رامتین سلیمان زاده، میرفت که کار دسته مثل رفسنجان بده. سید مهدی حسینی و عقب‌تر میتونه از همینجا ضربه بزن، ترجیح میده ارسال که چقدر خوب از این تو و گل، گل برای مثل رفسنجان. چقدر خوب هم نگره دیدن، اما نه نه کمک اینجا پرچه هم زده اعلام آفساید کرد. علیرضا حقیقی رو به زحمت بندازه، هنوز موقعیت وجود داره، ببینیم چه اتفاقی میفته. گل امید لطیفی، گل برای مثل رفسنجان. تدارک حمله خیلی خوب، رضا جعفری اونجا صاحب توپه، میتونه ارسال انجام بده، این کارو انجام میده، خطرناک. تابش در نیمه اول تأثیر گذاشت روی کار کمک دیدار، فرصت برخورد و سوت داور، معترض به تصمیم داور هست. همه ی نیمکت مس اعتراض خودشو نشون میده، داورم حرکت میکنه اونجا بره به این اعتراض رسیدگی کنه، صحبت میکنه با
نیمکت نشونانه، مثل ربیعی هم داره صحبت میکنه اونجا، دست به جیب شده، یه کارت زرد رو به ربیعی نشون میده، ربیعی معترض به اتفاقات، دست به جیب میشه و یه کارت زرد دیگه هم اونجا به کارت زرد دوم نشون میده و اخراج میکنه. مهداد عبدی سابقه بازی در سایپا و گلگوهر رو داره، ارسال بلند انجام میده، اونجا چیکار کرد یه لحظه حامد لک، غلام علی بیگی صاحب توپه، حرکت انجام میشه، سرنگون شد بازیکنه مصر رفسنجان، امیر مهدی جان ملکی صاحب توپ میرسونه به رضا جعفری، یه ارسال انجام میدن، یه برخورد اونجا شک میگیره و داور نقطه پنالتی رو نشون داده. بذاریم که ضربه زده بشه، ضربه زده میشه و گل برای نساجی نزد، حساب کار 1-1 میشه، خوشحالی آمده شیری، آمده لطیفی اونجا توپ یه لحظه بهش رسید، میتونه ضربه رو بزنه، یه موقعیت خطرناک. بعد ببینیم که نگاه کارشناسا به اونها چگونه خواهد بود، ارسال انجام میشه، یه ضربه سر میرفت که نتیجه عوض بشه، بازیکن مثل رفسنجان معتقدن که توپ وارد دروازه شده، رامتین سلیمان زاده داره صحبت میکنه، همه معترضن، خیلی هم جنجالی بود، دو سه تا صحنه عجیب و غریب داشت که کارشناسای داوری حتما باید نظر بدن. خب خوبم بود بازی دو تا از تیمایی که سرمربیای جوونی دارن، سرمربی آینده دار و یعنی جزو بهترین مربیای لیگمون هم هستن الان هر دو نفر، بیشتر هم دوست داشتیم راجع به شرایط فنی و اتفاقات فوتبالی صحبت بکنیم، منتها بحث داوریش خیلی بزرگتر شد توی مسابقه بابت در واقع اتفاقات و اشتباهاتی که داور تیمش داشتن. اول صحنه ها رو با هم مرور بکنیم که پرتعداد، بعد با آقای ربیعی صحبت می‌کنیم. کنفرانس هم مونده، خب حالا اول کنفرانس ها رو اول با هم دیگه ببینیم، یعنی صحبت های مربی ها رو ببینیم که این هم اتفاقا جنجالیه، یعنی کنفرانس خبری های این مسابقه هم جنجالی شد، بعد داوری، بعد انشالله ارتباط تلفنی. چند تا جمله خطاب به جناب آقای تاج میگم و اگر دوست داشتن اصلا ما رو از مربیگری محروم کنم، مشکلی هم نداریم. حق مثل رفسنجان بیش از اندازه خورده شده، با اجازه دیگه این حق رو به ما بدین، نگیم اشتباهات داوری، رتبه یک اشتباهات داوری که به ضرر تیم‌ها شده طبق گواه کارشناسان خودتون شده مثل رفسنجان، در جدول سود برده از اشتباهات داوری هم در رتبه یکی مونده به آخره. حرف بزنم مثل دیروز یه دفعه ساعت 4:30 بعد از ظهر بهت اعلام میکنن دو تا بازیکنت محروم شدن، ما امروز 17 نفر بودیم، ایرادی هم نداره، بچه ها بازی درست مثل همیشه سازمان خودشون درست بازی کردن، اما مثلا میگیم آقا یه دونه اشتباه درست، دو تا اشتباه درست. وقتی شما 4-5 اشتباه فوق العاده تاثیرگذار داری از دست من مربی چه برمیاد؟ جالب اینجاست، مگر میشه و شما در فوتبال ایران داوری کنی و کریم اسلامی رو نشناسی؟ و هنوز کریم اسلامی بعد این همه سال هنوز داره داورا رو اشتباه میندازه، حالا ما میگیم اشتباه و ازشون پاهم میگیره. من به کریم اسلامی تبریک میگم، آفرین کریم، کریم 2-3 سال هم شاگرد من بوده، هم بازی رفت این کار کرد با ما، هم بازی برگشت این کار کرد، واقعا دمش گرم. آقای تاج مستقیما خطاب کلامم شما هستید،
خواهش میکنم اگر شما به عنوان متولی فوتبال هستید یه جوری بیاین آقا بازیای این فصل مثل رفسنجان رو بررسی بفرمایید. با احترام به تیم بزرگ نساجی، با احترام به شرافت و تلاش مجدانه بازیکنانم در رابطه با مسائل فنی صحبت نمیکنم. از این اخلاقا ندارم. یک بارم شده ما بیام بیارن خلا دیگه نمیشه واقعا، چقدر سکوت. و اگر فکر میکنم شرایط به این شکل باشه با نهایت احترام اعلام میکنم که اینجوری نمیتونم ادامه همکاری بدم. اگر یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا بازی هم بود آدم گفت اشکال نداره، مثل رفسنجان رو نمیذارم. آقایون آقایون بدونید، مردم عزیز رفسنجان بدونید، اجازه نمیدم مثل رفسنجان وارد قطب‌ها بشه، نمیذارم. شب قبل بازی مثل رفسنجان یه آماری در میاد که نساجی بیشترین سودو برده. ببین من تو زندگیم همیشه سالم بودم، چه مربیگری کردم چه بازی کردم. برید ببینید این از کجا این آمار در اومده، کی اینا رو پخش کرده که نساجی که داوری رو تحت تاثیر قرار بدین. چیزی که منو ناراحت میکنه، من دیروز تو کنفرانس صحبت کردم از مهمون نوازی مردم خوب رفسنجان واقعا، چون قبلا با پرسپولیس اومدم اینجا دیدم که چقدر محبت دارم و چقدر مهمان نوازم. امروز هوادارای تیم مس هم به بچه های من هم به تیم داوری فحاشی میکردم و این واقعا دور از انتظار بود. ضمن اینکه کادر فنی محترم تیم مس رفسنجان 50 نفره میریختن رو داور و این اصلا قشنگ نبود و زیبنده ی این تیم با شخصیت نیست. زمانی که تیم مثل رفسنجان یکیچ میافته جلو خیلی سازماندهی شده توپ جمع کنه توپ نمیدن. فوتبال این کارا مال عهد دقیانوسه، این کارا رو کردن واقعا قشنگ نیست و اینطوری تنبیه شد تیمشون. فوتبال مردونه است، تو زمین تاکتیکی بیاین آقا هر کی سرتر بود ببره. حالا به من چه ربطی داره تیم مثل رفسنجان هزینه آنچنانی کرده که بخوام از این طریق بخوام ببرم؟ اینا نکات منفی بازی بود که متاسفانه بله کنفرانس هیجان انگیز دو تا مربی رو ما هم دیگه دیدیم و میتونیم الان باهاشون ارتباط تلفنی هم بگیریم، داوریاشو با هم بررسی بکنیم و بعدش ارتباط تلفنی میگیریم ببینیم چه جوری بوده قصه. حالا بیشتر آقای ربی خودش راجع به اتفاقات این فصلشون حالا نکته داره صحبت میکنه و خیلی هاشم باز میگم برمیگرده به اون داستان وی ای آر دیگه. حالا تصاویر پرتعداد شما هم دیگه ببینیم، خسته نشید چون تصویر داوری امشب زیاد داریم اونم به واسطه اتفاقات زیادی که افتاده. آقای کمیل غلامی داور وسط بودن، رحیم حاجیلو، رضا حیدری و مهدی اجاقی. خطای مهاجم آقای عسکری تایید میکنه، خطای مهاجم بود آقای خسروی. همینطور واقعا با این تصاویر کارشناسی کردن هم خیلی کار سختیه با کیفیت تصاویر. خطای مهاجم میگه واقعا حالو ادامه بازی داد. آقای عسکری میگن اینجا کریم اسلامی باید اختار میگرفت بابت دایو. آقای خسروی هم همینو گفتن. آقای مظفرجان گفتم ادامه بازی درست بود. دو تا از کارشناسام گفتن اینجا شبیه سازی بود و باید کارت زرد میگرفت. رامتین که اشتباه کرد ولی کریم نرسید. آفساید گرفت اینجا کمک یک. گفتن به هیچ عنوان آفساید نبود.
چون گل سالم بود و آفساید اشتباه بود. شما دفاع راست رو ببین، نمیدونم راست الان اینجا کیه، دفاع راست پر کرده، مدافع راست تیم آفساید رو پر کرده و گل مثل رفسنجان درست بود، اشتباه کرد کمک دو. علارغم جاگیری خوب، یه جاگیری تاثیر نداشت که علی آقا، اگه جاگیری خوب بود که اینو آفساید نمیزد. نه این تصویر قطعا آقای مظفرزاده نگفته که مشخصه، چون خیلی مشخصه گل سالم بود و آفساید اشتباه اعلام شد. خطایی روی مدافع بود یا نه؟ خطای مهاجم رو گرفت اینجا، خطایی نبود آقای مظفرزاده گفتن. آقای اسکری چی گفته بودن؟ تصویر که افتضاح لازم کشید، ولی اینجا نزدیکتر میشه. خطای مهاجم آقای اسکری گفتن مدافع آویزون مهاجم شده، یعنی خطا نبوده. بعد این تک به تک و فکر رو لطیفی، فاصله زیاد، داور اصلا خطایی نبود. آقای مظفرزاده گفتن خطا نبود، داور که 40 متر 50 متر عقبه. من خطای مهاجم نمیبینم. بریم بچه یه بار دیگه اون صحنه رو ببینیم اگه امکان داره، ببینیم شاید اتفاقی زودتر افتاده، ما ندیدیم آرنجی چیزی. نه اینجا که استارت میزنه، سه تا کارشناس همون گفتن که این نمیدونم چی گرفت، چجوری خطای مهاجم گرفت، ولی خب گفتن این خطا نبود. پنالتی نساجی درست بود؟ خیر، از داور سوال بشه چه خطایی رخ داد. آقای عسکری گفتن اصلا پنالتی نبود، اخطار شبیه سازی. مسابقه که صحنه گل رو دیدید و صحنه پنالتی و اینها، و حالا با محمد ربیعی صحبت کنیم که نکته داشتن راجع به اتفاقاتی که تو این فصل براشون افتاد. آقای ربیعی سلام، شبتون بخیر. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران در هر کجایی که جل عزیزمون که هستن، ان شاءالله شاد و سلامت باشن. سلامت باشید. آقا این فصل شما نکته زیاد داشتید راجع به داوری، حالا نمیدونم میخواید از داوری شروع کنید یا من بگم چرا گل نمیزنید از اون شروع کنیم و گل نمیخورید؟ یعنی شما میانگین گل زده و خورده لیگ هم دارید میارید پایین. نه اصلا گل نمیخواید، یعنی آمار 4 گل خورده که فکر کنم دوتاش پنالتی بود دیگه، از اون برم گل کم میزدید. بله خب اول از همین بحث گل زده و خورده که دارید امر میکنید بگم، بحث گل خورده، خب ما الان 5 گل خورده داریم که خب 3 تاش طبق نظر کارشناسان داوری خب اشتباه بوده دیگه، 2 تاش مقابل نساجی و یکیش هم مقابل نفت آبادان که اگه یادتون باشه اونجا هم گل نفت آبادان بود که 3 متر در آفساید بود و خب به هر حال برام خود شما گفتید بعد چجوری این آفساید نگرفت پس یا آبادان. و بحث گل زدمون هم خب 3 گل زدیم که خب
اون هم به نظر کارشناسا درست بوده و گل گرفته نشده. قبول دارم که تعداد آفراج گل پایین هست با اینکه انتظار بیشتری هست، اما خودتون با توجه به تحلیل و آنالیز هایی که خودتون داشتید موقعیت و فرصت تو اروازی ایجاد میکنین، زیاد هم ایجاد میکنیم، ولی یه مقداری هم بدشانسی داریم، یه مقدارم در زدن ضربات آخر کم دقت هستیم، اما مشخصا اگر همین اشتباهات داوری شاید رخ نمیداد میتونم به شما بگم که الان تفاضل ما مثلا میشد دو تا گل خورده و گل زدمون هم 13 تا بود اونجوری. حالا نه گل خورده ها که اصلا آمارش فوق العاده است، یعنی خط دفاعی حالا با اون فرمی که شما بازی میکنید با سه دفاع و اون بحثای در واقع آنالیزی که ما داشتیم استفاده از دفاعی که میتونن بازی سازی بکنن، یعنی زیرش نمیزنن زیر توپ. فکر کنم اومدن حالا اضافه کردید دو سه تا دفاع وسط و استفاده از این وینگ بک ها یه فوتبال خوبی رو ارائه داد. شاید اگه فوروارداتون تو متوسط کیفیت های همیشگی خودشون هم بودن اتفاق بهتری میافتاد برای تیم. شاید اینو با شما موافقم. البته یادم 3-4 هفته پیش شما در رابطه این مسئله صحبت کردید، الان در 3-4 بازی اخیر گل زدیم، همه بازی راهی میسازیم. آره خب اگه هر هفته من راجع بهش صحبت کنم که هفته بعد گل زدیم، یعنی الان هم جلوی نساجی گل زدیم، هم جام حذفی جلوی ذوبان، هم بازی مقابل پیکان، یعنی در 3 بازی اخیر فعلا به گل رسیدیم. آره از پیرمردا براتون چیزی در نمیاد آقای ربی، امید لطیفی جوان اومد چند تا زد. من لوسیانو خیلی راضی ام، شیمبا کاره به نظر من کارش رو درست انجام میده، اینطور آذرباد و امام علی و محدی و لطیفی نسبتاً وضعیتشون رو دارن خوب انجام میدن بچه خط جلو. انشالله این رو سعی میکنیم تو این فصل دوم بهترش بکنیم، این شاخص رو انشالله بهترش خواهیم کرد. خیلی فوتبالیسته واقعا شیمبا، خیلی اینو تو عملکردش تو فولاد الان تو تیم شما فکر کنم ربی موافقه توی حفظ کردن توپ، نگه داشتنش، کنترل که بقیه تیم اضافه بشن بهترینه فکر میکنم تو فوروارد نوک. حالا شما شاخص فنیش رو میگید، من اینجا باید از شاخص شخصیتی ایشون صحبت بکنم. بسیار ایشون آدم با شخصیت و بزرگ با میتونم بگم تجربیات بسیار خوبی که به جوانان انتقال میده و چقدر خوبه که فوتبال ما بتونه از بازیکنانی مثل شیمبا بیشتر در داخل کشور ما بیان. اینها قطعا اثر بخش هستن برای آینده و رشد و نمو به فوتبال ما. منشا چی شد؟ منشا تموم شد همکارش با شما یا چجوریه؟ نه خب من قبلا هم گفتم منشا سال گذشته سال خوبی با ما داشت و بعضی وقتا هم میشه که یه فصلی برای شما نمیچرخه اونجوری که شما تو سایه. من خیلی هم پشتیبانش بودم، حمایتش کردم و براش یه فضایی هم ایجاد کردم. حالا شانسش دوتا پنالتی هم حتی منشا خراب کرد، شاید اصلا اون دوتا پنالتی هم گل میشد، شاید الان آفراج گل برای ما همینجوری میرم بالاتر. دوتا خراب کرد دیگه، دوتا پنالتی خراب کرد. بله و حالا ما دنبال مذاکره هستیم ببینیم که اگر باشگاهی که خانم این شاید تو همین چند روز باقی مونده بتونیم یه مذاکره داشته باشیم، به هر حال بتونیم ما هم از این نقل و انتقال به هر حال مناطق باشگاه هم مهم هست که بتونیم اونها رو مرتفع بکنیم که بتونیم حداقل بازیکنی بگیریم تو نقاطی که نیاز به ترمیم داریم. داستان VAR چی؟ یعنی VAR فکر کنم خیلی میتونست کمک بکنه هم به این فصل همه باش خیلی از باشگاه ما، اصلا کلا به فوتبال ما. شما هم که تو این مسابقه چند تا بازی دیگه هم نکته داشتید راجع به داوری، این بازی دیگه خیلی شدید تو کنفرانس صحبت کردید راجع بهش. من به خودم اجازه نمیدم که جناب آقای میساقی در رابطه با خدای نکرده هیچ کدوم از تیم ها صحبت بکنم اصلا. من فقط به دلیل مسئولیتی که دارم باید مشخصا در رابطه با تیم خودم صحبت کنم و اینو میدونم که خیلی از اعضای کمیته داوران، شخص خود آقای افشاریان، آقای خسروی، آقای حتی سفیری و خیلی از داورهای عزیزمون توی این چند روز به من زنگ زدن، خیلی ازشون سپاسگزارم که عذرخواهی کردن و این فرهنگ بسیار خوبی که حالا به هر حال اگه اشتباهی صورت گرفته ما حداقل تسلی بدیم کسی که متضرر شده. من بسیار اول از این فرهنگ خوب سپاسگزارم، اما باید بگم که خب تیم مثل رفسنجان تو بازی متعددی که تو خود برنامه شما و توسط کارشناسان برنامه خود شما کارشناسی شده خب بسیار زیاده، رتبه 1 رو داره در تضرر در اشتباهات داوری. من میگم شما نیمی از این امتیازاتی که ما سر این اشتباهات فاحش از دست دادیم رو همین الان به ما اضافه کنید، ببینید تیم ما کجای جدول قرار میگیره. ببینید داوری رو بذارید کنار جناب آقای میساقی، شما به من بگید ما چجوری میتونیم که اون انگیزه، اعتماد به نفس و امید به موفقیت رو یه جوری الان در خودم در این تیم هی زنده نگه داریم که ما میتونیم خودمون رو در جمع 3-4 تیم نشون بدیم، قرار بدیم و بیایم برای رقابت در بالای جدول. هر موقع در این حالت قرار گرفتیم مثلا بازی رو دادیم، به هر حال
اشتباه پیش میاد. من اصلا نمیخوام تلاش تیم های مقابل رو خدای نکرده همه دارن زحمت میکشن زیر سوال نمیبرم، اما من میگم در رابطه با تیم خودمون، خب به هر حال ما در آبادان جلو بودیم، روی اشتباه داوری اونجوری شد در بازی همین نساجی رفت و برگشت. خود تیم نساجی هم شاید تو خیلی از بازی ها متضرر شده، اونم کتمان نمیکنی. یعنی میخوام بگم این اشتباهات شدید داوری مخصوصا روی شانس من بوده، شاید همش هم رو یه تعدادی تیم رخ داده. خدا رو شکر یه تعدادی تیم اصلا از اشتباهات داوری ضربه ندیدن، خدا رو شکر. بله. ما هم میگیم اتفاقا این اتفاق برای منم بیفته، خب شما همین الان 5 امتیاز زیادم نه 5 امتیاز به تیم مثل رفسنجان اضافه کنید، ببین مثل رفسنجان چندم جدول قرار میگیره. درسته. میگم این 6-7 بازی رو کاملا رو اشتباهات داوری از دست دادیم. خب ببین این خنده تون هم شبیه اون خنده تلخ کریم اسلامی طور بوده، گفته آقا اینو من میشست رفت و برگشت پنالتی گرفت جلو شما، من موندم. کریم خودش هفته پیش بود، من هفته پیش راجبش صحبت کردم، بعد اتفاقا با هم صحبت میکردیم، چون کریم هم جز کسایی که ما تو تست فوتبال خیلی میبریم، گفتش که آقا تو یه کاری کردی هر کاری کنن رو من پنالتی نمیگیرم. بودم بابا این دیگه نگاه کن، هیچ کاری نکردی پنالتی گرفت، یعنی خود حمید مطهری هم داور بود اینو پنالتی نمیگرفت، ولی اتفاق افتاد دیگه. و برمیگره بازم ببین که تا وی آر نباشه این اتفاقات قطعا پیش میاد برای خود نساجی، به قول شما برای شما، برای گلگهر، استقلال، پرسپولیس، همه تیم‌ها. میتونم بگم جز از بدیهیات هم جلوتر الان نیاز این تکنولوژی هستی، حالا چه بخواین چه نخواین. من میتونم نقد داشته باشم رو چینش های داوری، میتونم نقد داشته باشم رو خیلی هم موارد، ولی حوزه من نیست. قطعا کمیته داوران، قطعا مسئولین اجرایی دو این قضیه خودشون خیلی با دقت و هوشمندی عمل خواهند کرد، چون نیم فصل دوم و به هر حال بازی‌ها نزدیک‌تر هست، نتایج خیلی مهم‌تر هست، حالا اینا بماند. اما اصلا نمی‌تونیم کتمان کنیم که نبوده این تکنولوژی واقعا دیگه ضربه زننده است. اصلا بدون تعارف به نظر من با بدون وی ای آر دیگه جلو نمی‌تونیم اصلا بریم، چون مثلا شما ببینید چطوری می‌شود که نبود وی ای آر می‌تونه کاملا در نتیجه گیری تیم‌ها تاثیرگذار باشه. حتی اگر وی ای آر بیاد و همش متضرر تیم من بشه، ولی راحت میپذیرمش، حداقل از لحاظ ذهنی آسایشش رو دارم که اشتباهی نشده و کاملا درست قضاوت میشه. یعنی اگه بیاد و همش هم تیم من متضرر بشه، حالا هر تیمی که هدایتش رو بده دارم، ولی به این نحو به نظر من همه مربیای تیم‌های دیگه هم فکر کنم با من موافق باشن که وجود وی ای آر میتونه که حداقل شایبه ها رو کاملا از بین ببره. ممنونم آقای ربیع ازتون. بسیار از شما سپاسگزارم. باز هم از همه تشکر می‌کنم. تو این هفته مجبور شدیم زیاد توی تلویزیون بیایم و صحبت بکنیم، خیلی علاقه به گلایه کردن ندارم، ولی وظیفه‌ام هست به عنوان مسئول تیم از حق تیم مثل رفسنجان دفاع می‌کنم. متشکرم. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. ممنونم، شب شما بخیر آقای ربیع. امروز اتفاقا با آقای افشاریان که صحبت می‌کردیم، قرار شد یه گپ مفصلی بزنیم تو این یکی دو هفته باهاشون، هم راجع به اتفاقات و اشتباهات داوری که حالا تو این فصل اول و تا اینجا داشتیم، هم راجع به تلاشایی که کردن از این که نسل جدید داورا رو بیارن، داورای زیر 26 سال رو بخوان امتحان بکنن تو لیگ 1 توی لیگ برتر، و کاری که دارن انجام میدن. و بازم میرسیم به اون لزوم وی ای آر. تو این یکی دو هفته گپ مفصلی با آقای افشاریان می‌زنیم که اشتباهات خیلی تاثیرگذار و خیلی عجیب و غریب دیگه کمتر بشه، چون دیگه داریم به هفته‌های پایانی لیگ هم دیگه کم کم که نزدیک میشیم، جایگاه تیم‌ها ممکنه با یه سوت با یه پرچم کاملا تغییر بکنه، و برسیم به اینکه کمترین اتفاق و اشتباه داشته باشیم تا وعده دوستان عملیاتی بشه و بتونیم از این کمک در واقع به قضاوت هم که اون سیستم وی آر کمک داور ویدئویی هست بتونیم بهره مند بشیم. سپاهان استقلال اگه موافق باشید با هم دیگه ببینیم. ساپینتو مقابل مورایس قرار گرفت برای انتقام، مثل اتفاقی که با پاکو خمس داشت، ولی این بار موفق نشد. یه پنالتی دقایق پایانی سمتیازو که سمتیاز بسیار مهمی بود داد به سپاهان.
ارسال روی دروازه، موقعیت عالی، یه ضربه سر، تیر دروازه و موقعیتی که سپانیا از دست میدن. کریمی، خود کریمی، و حالا دوباره کار ادامه پیدا میکنه. کوین یامگا، خود یامگا میچرخه، موقعیت برای استقلال، خود کوین یامگا با گامای بلند داره پیشروی میکنه. چه استارتی یامگا، چه توپی گرفت ازش پیام نیازمند، یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان سپاهان بود با سه گل و سه پاس گل. خود رامین میفرسته روی دروازه، یه بار دیگه تیره دروازه. یه حرکت، توپ از دست رفت. یزدانی، موقعیت، موقعیت برای تیم استقلال، دوباره تک به تک شدن، موقعیت عالی داخل محوطه جریمه. دوباره یه حرکت پشت محوطه جریمه، شهریار مغانلو حالا داخل محوطه جریمه، فرصت برای باز شدن دروازه. چه توپی رو گل نکردن این سمت سپاهانی ها. یه ضربه از روح دور و گل، گل برای سپاهان. چی زد امید نورافکن. اونجا اداره میکنن بازیکنان سپاهان، یزدانی، دوباره زبیر نیکنفس، یامگا به حرکت دارن و مدروب جلو برای یامگا، خطرناکه. موقعیت، موقعیت برای استقلال و گل، گل برای استقلال. خیلی زود اونا کارو به تساوی میکشونن. ضربه خطا در راه برای تیم سپاهان، ارسال روی دروازه، یه موقعیت عالی. ریگی سمت راست، رامین رضایی فضای خوبی داره، یه شلیک از راه دور. بازیکنان سپاهان و دانشگر تعویض منطقه بازی به اون سمت زمین، روی توپ اثر میذاره سیلوا، کماکان موقعیت هست، یه بار دیگه موقعیت داخل محوطه جریمه، کماکان موقعیت عالی. تاوارس در یک هوای کاوران قبارالود، یک و دو موفق، یه ارسال، موقعیت داخل محوطه جریمه و پنالتی، پنالتی به سود سپاهان. سلام دورخیز رامین، رامین رضاییان و گل، گل برای سپاهان. سپانیا نمیخوان اندوختشون از دست بره. رامین رضاییان خطرناکه، خطرناکه، موقعیت برای استقلال. یه ارسال روی دروازه، برگشت داده میشه. خود استقلالی ها با یه پنالتی صنعت نفت و تراکتور رو برده بودن در جام حذفی، حالا با یه ضربه پنالتی بازنده میشن. سپاهان میبره بازی حساس هفته 16 رو، امیدوار میشه به اتفاقات پیش رو. خسته نباشید به همه همکاران خوبم، هم شما بینندگان عزیز و ارجمند.
بله، نکات زیادی هم داشت لحاظ فنی مسابقه. حالا بعد از هواشو داوریش چند تا تصویر آنالیزی هم ازش ببینیم. از دوتا تیم دفاع اسپانی که خیلی بالا بازی می‌کردن مسابقه، البته این نوع در واقع بازی کردن دفاع جلوی تیمی که فوروارد سرعتی داره مثل استقلال خطرناک میشه که همینم واسه چند تا موقعیت استقلال بتونه ایجاد بکنه. اونورم حالا روی اشتباه یه پنالتی که لحظات پایانی داد استقلال بازی رو واگذار کرد که حالا بعدش هم اثرات جانبی شد کنار گذاشتن سیاوش یزدانی، جوری که خبرش اومد از تیم استقلال با نظر ساپینتو و از دست دادن امتیاز این مسابقه. امید دورافکنی گل زد تو این بازی که هفته گذشته هم راجبه صحبت کردیم، همینطور رامین که تو بازی رفتم دقیقاً عمل کرده خوبی داشت. امید اومده خط جلوتر داره بازی میکنه به عنوان یکی از هافبک‌ها، یکی از سه نفر بازوی رو دست سمت چپ محمد کریمی داره بازی میکنه و چه عمل کرده خوبی. یه در واقع دوراهی رو امید نورافکن داشت میرفت که تصمیم بگیره بیاد دفاع چپ بشه کامل، که محرم نویدکیا گفتش که بیاد دفاع چپ وایسه برام و تو تیم ملی هم بهش بازی رسید، یا اینکه هافبک وسط بازی بکنه. هنوز شاید تکلیفش اونجوری که باید مشخص نیست. مورایس تصمیم گرفت با توجه به توانایی فنی امید یه ذره بیارتش جلوتر تو خط هافبک استفاده بکنه، که اینقدر اثرگذار بود در حالی که حتی تو پست دفاع چپ هم اگه خاطرتون باشه هم موقعیت گل ایجاد می‌کردم گل می‌زد. تو تیم ملی هم سابقه بازی تو دفاع چپ هافبک وسط رو داره و جزو بازیکن‌های مؤثر این فصل قهرمانی لیگ برتر اونم بوده. رضایی این بازی در دروازه استقلال قرار گرفت، گلر جوانی که پارسال هم چند تا بازی موفق رو داشت با مصونیت سید حسین حسینی به دروازه استقلال رسید. بسیار بسیار دروازه‌بان خوب و مستعدی. حالا این تک اشتباه این بازی رو شوت امید دورافکن رو به نظرم بذاریم کنار، بسیار مستعد و مطمئنم که گلر خیلی خیلی خوبی میشه. فصل گذشتن تواناییش نشون داد. حواشی و مصاحبه رو با هم ببینیم بعد داوریش هم بررسی بکنیم که نکته زیاد. پنالتی فکر میکنم آره یه برخورد به پای من شهریار بود. من اول از هوادارا معذرت میخوام، من پا انداختم، البته شهریارم پا انداخت و دو تایی پامو خورد به هم دیگه، میتونست نگیره ولی خب دیگه حالا آقای اکتانی تمام 5-5 به نفع سپاهان زد. مثلا رو صحنه گل اولام که یه خطای وسط زمین بود که اصلا خطا نبود، حالا بعد شانسی توپ رفت تو گل. به نظر آقای اکتانی روز خیلی تو بر سپاهان تاثیر گذاشت. سیاوش قبل ما پشت دروازه که بودیم می‌دیدیم همه ایسکایی‌ها به تذکر میداد، میگه پنالتی داری گرفتن طلبکار نشی. میگم که اصلا لحن آقای اکتانی خیلی بد بود، انگار از اول نادو دعوا کنه به جای که بازیکن‌ها رو آروم کنه. ما با آقای اکتانی آروم می‌کردیم. حالا درگیری داخل زمین بود، به اول منم شعار مستقیم شهریار بود، درگیر با هم زیاد می‌شدیم، طبیعی بود. راستشو بگم یه ذره خب گل من با شانس هم همراه بود و دوم این که در مورد بحث قرارداد، من 6 ماه قرارداد دارم با تیم خوب سپاهان و با تمام وجودم این 6 ماه رو میخوام به پایان برسونم و تا بعد ببینیم انشالله سرنوشتمون کدوم سمت. از سمت پرسپولیس با باشگاه یا خودتون تماسی گرفته نشده؟ با من هیچ صحبتی نشده و تمام این حالا جسارت نباشه، تمام این خبرهایی که میاد بیرون حالا به خودم فضای مجازی نادرسته. خدا رو شکر بازی خوبی بود، مهم این بود که 3 امتیاز بازی رو بگیریم. ما تلاش میکنیم هر هفته به عنوان یه تیم بهتر و بهتر تو زمین وارد بشیم و به عنوان یه تیم برنده باشیم و بتونیم روندمون رو ادامه بدیم در آخر فصل اون اتفاقی رو که از اول تو ذهنمون داشتیم رقم بزنیم. فکر نمی‌کنم حقمون باخت بود، بازی خوبی انجام دادیم ولی خب فوتبال دیگه بود. اختلاف تو ادامه فصل برای سوم چی می‌بینید؟ فکر می‌کنم مسیر خوبی داریم. ما امروز بازی خوبی بازی کردیم. سپاهان تیم خوبیه، تو زمین سپاهان اینجوری فوتبال بازی کردن کار هر تیمی نیست و فکر می‌کنم مسیرمون درسته، ان شاءالله شانس هم بهمون رو می‌کنه. بعد شایعات زیادی هم در رابطه ادامه خودتون شایعه است، من فعلا اینجا هم خوشحالم تو تیم هستم. بازی در واقع بازی خیلی خوبی بود، اون نگرش و رفتاری که بازیکن از خودشون نشون دادن هم باعث شد که ما یک بازی خیلی جذابی رو شاید باشیم. تبریک میگم به بازیکنام، برد خیلی های اهمیتی بود. یه تبریک هم باید به استقلالی ها بگم به خاطر بازی خوبی که داشتن و نشون دادن که چرا هنوز هم میتونم مدعی قهرمانی باشم. علاوه بر کیفیت و در واقع اون شدتی که بازیکن ها
توی زمین پیاده کردم و بگیم که بازی خیلی خوب بود. مجددا به بازیکنام تبریک میگم، بازی خیلی خوبی بود، ما برای بردن اومده بودیم و این اعتماد دارم که ما توی مسیر خیلی خوبی با این وضع پیش میریم. در خصوص حالا اون موقعیت پنالتی و در واقع بحثایی که قبل از این کنفرانس انجام شد، باید بگم که من تصاویر رو دیدم، من خودم تصاویر ویدیو رو دیدم، داور نیستم، نمیتونم خودم جای داور بذارم، ولی در واقع من داور نیستم، ولی اگه بخوام یعنی جای داور بودم بعد میگفتم که خطا بوده چون تاچ و لمس صورت گرفته. ولی خب میدونی توی این بازی ها بعضی وقتا یه نتایج اتفاق میفته که برای ما شاید قابل قبول نباشه اگر بخوایم تیممون عقب باشه وقتی نبریم. ولی خب من میفهمم توی میتونه مربی حالا تیم حریف یک نظر متفاوتی داشته باشه، داور من داور نیستم و وقتی سوت میزنه بعد همه در واقع تصمیمش احترام بذارم، قبول میکنم، منم یک انسان مثل بقیه ممکنه اشتباه بکنم، داور ممکنه در صحنه اشتباه بکنه، ولی اینجا نمیتونیم بگیم که اشتباه بوده چون که خطا خیلی واضح بوده. باعث تاسفه که وقتی یه داور میبینه که یه پنالتی میگیره هنوز ندیدم، ولی به بازیکنم اطمینان دارم یه خورده تماس داشتن بازیکن ها، یه ذره تماس داشتن با هم دیگه، and the referee in that situation he can't see. But داورم تو موقعیت نمیتونست ببینه که تماس دارن یا نه. Again they take us points. دوباره از ما امتیاز گرفتن. In my opinion we don't even deserve draw. به نظر من حتی ما لایق مساوی هم نبودیم. We deserve to win. ما لایق این بودیم که بازی رو ببریم. But unfortunately we lose the match. ولی متاسفانه بازی رو باختیم. This is the football. این فوتباله. And this is the referee. و اینم داور decided again. داورا که تصمیم گیرنده بازی هستند. میدونی چرا من مثبتم روی تیم خودم، مثبت نگاه می کنم. We lost against Sepahan 6 points. درسته که 6 هم دیگه از جلوی سپاهان ما از دست دادیم. I'm more preoccupied. But we don't deserve to lost. Neither at home, neither now. ما اصلا لایق باخت نبودیم. چه بازی خونگی چه اینجا. Something's in football that also the coach can't control. بعضی تو فوتبال بعضی اتفاقا میفته که اصلا مربی هم نمیتونه کنترل کنه. We do our best, we do our job. ما بهترینمون انجام میدیم. I think the team do a great job today. امروز هم تیم خیلی عملکردش خیلی خوب بود. In a difficult stadium with a great team. توی استادیوم خیلی سخت و با یه تیم خیلی خوب. We deserve in my opinion like I said not lose. و همونطور که گفتم لایق این بودیم که نبازیم. Because the referee again do a big mistake and change the result. داور یه اشتباه بزرگی انجام داد و نتیجه رو عوض کرد. Change the possibility seriously of the result. و واقعا نتیجه رو عوض کرد. ممنونم از شما. مرسی. و استقلال مشخصه که کمبود نفر داره توی سری از پستا. این یعنی ایراد بعضی وقتا نتیجه نگرفتن و به نظر من بیشتر از این که به سرمربی و به اتفاقات فنی بشه ربط داد، به کمبود نفرات استقلال توی سری از پستا. اگه خاطرتون باشه من خدمت آقای فتح‌الله‌زاده دو هفته پیشم اینجا عرض کردم که اصلا تیم بالانس نیست. دلیلش هم اینه که این بازیکن‌ها رو خیلی‌هاش اصلا این مربی نگرفته، یعنی تیم یه مدل دیگه‌ای بسته شده و بعد مربی اومد. فکر کنم بعد از اومدن ساپینتو چند نفر فقط اضافه شدن به این ترکیب و حالا هم تلاش داره میکنه استقلال که پنجره نقل و انتقالاتش رو باز بکنه، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. تو شرایطی که دو سه روز بیشتر به پایان مهلت نقل و انتقالات باقی نمونده و اونا باید حالا رضایت یکی دو نفر از شاکیای خارجیشون رو بگیرن و حالا تا نمیدونم اون مبلغه بشینه و وکلا رضایت بدن تا اینکه پنجره نقل و انتقالاتی استقلال باز بشه، اون موقع بتونه فعالیت بکنه توی بازار نقل و انتقالات. حالا بازیکن از لیست خارج بکنه، بازیکن بتونه بگیره، یا اینکه این دو سه روز از دست بده و فقط منتظر حضور بازیکنای آزاد باشه. نمیدونم، حالا باید ببینیم نظر ساپینتو برای جذب بازیکن چطوریه، ولی به نظرم مهمترین اتفاقی که میتونه برای استقلال بیفته و آقای فتح‌الله‌زاده هم قولشو داد، دو هفته پیش گفتن تا 10 روز آینده باز میشه که 3-4 روز از اون گذشته باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی و تقویت تیمش برای ادامه بازی‌های این فصل که کاملا هم واضحه تو فرم بازی استقلال که نیاز داره به سری از بازیکن‌ها و نمیدونم حالا کی بسته هستن تیمو چجوری بازیکن میگیرن اوایل فصل. این
اتفاق برای استقلال تو فصول گذشته هم افتاده، یعنی فصلی بوده که استقلال سرمربیش هنوز انتخاب نکرده بود، تونتون بازیکن میگرفت. بعد من یه بار با یکی از دوستان کمیته فنیشون صحبت کردم، اینا با مدیر عاملشون چجوری دارید میگیرید، مثلا از کجا میدونید که مربی بعدی که میاد این فوروارد رو دوست داره، اصلا 15 تا گل هم فصل قبل زده باشه، چجوری بازیکن میگیرید؟ گفتن حالا هستن یه سری مشاوره ما داریم، از طریق مشاوره بازیکن تعیین میشه ها، که مربی که میاد بازیکن قبول نداره علاوه فنی و هم تیم ضربه میبینه هم اون بازیکن. حالا غیر از مشکلات بدهی های خارجی استقلال، یه پرونده 26 میلیاردی هم که حکمش صادر شد به واسطه در واقع اتفاقاتی که استقلال داشت برای تبلیغات دور زمین و شلوغ بازی که استقلالی ها فصل گذشته مسئولینشون و مدیران باشگاه انجام دادن که آقا تبلیغات دور زمین رو بدید به خود ما، درگیری هایی که با سازمان لیگ داشتن، ته همه اونا به جای درآمدزایی شد 26 میلیارد تومان جریمه برای باشگاه استقلال که باید پرداخت بکنن. توی حکمش هم اومده بود که از پنجره های نقل و انتقالاتی محروم هستن، یعنی اتفاق داخلی هم دارن غیر از اون داستانهای خارجی. 26 میلیارد هم حکم کمیته انضباطی هست که ابلاغ هم شده از طرف سازمان لیگ و اینها به باشگاه استقلال به خاطر تبلیغات دور زمین. حالا یه پرونده بدهی دیگه چند میلیاردی و اتفاقات عجیبی که افتاد و گفتم ما هم خیلی دوست داشتیم که صحبت بکنیم راجع به استقلال و اون مناظره رو برگزار بکنیم، منتها دوستان خودشون دیگه با اون شرایط مناظره نتونستن کنار بیان و سوال ها همینجوری بدون جواب باقی موند. داوری بازی رو ببینیم، بعدش چند تا تصویر آنالیزی هم داریم که راجع به صحبت میکنیم راجع به سپاهان مورایس. هفته 16 حسن اکرمی، فرهاد مروجی، محمد راهی، ایمان کهیشم داور 4. خطا و اخطار رو این صحنه مثلا آقای خسروی هم تایید میکنه نظر داور رو، آقای عسکری هم همینطور و آقای مظفری زاده هم. این صحنه به خاطر خشم بودن تک، با اینکه توپ هم هست ولی خب خطا اخطار رو ست کارشناس ما تایید کردن. این صحنه به خاطر نوع تکل علی نژاد میزنه هردان. اینجا چی؟ هرداری مستحق کارت زرد دوم بود، آقای عسکری گفتن نه.
میمونه برای یکی دو هفته آینده که راجع به تیمش صحبت میکنیم. سپاهان مورایس رو خیلی با ضد حمله میشناسن، اما کار موثری که اونا تو این بازی انجام دادن استفاده حداکثری از کناره ها بود. یعنی اونا دفاع چپ و راستای رونده دارن، میلاد زکی پور و اون و رامین رضاییان که عالی تو ارسال ها و اضافه شدن ها و وینگرهایی که کمک میکنن به دفاع های کنار. اینجا فرشاد احمدزاده سمت راست، مثلثا، کارهای ترکیبی که تو جام جهانی ازش صحبت میکردیم و سپاهان سعی میکنه با کمک وینگرها و دفاع کناریش ایجاد بکنه. سمت چپ هم علی نژاد این کار عالی انجام میده. تازه اونا کامسوبار هم به عنوان یه وینگر دارن، این موقعیتایی که سپاهان میتونه از چپ و راست ایجاد بکنه. و ضربه سر هم امید نورافکن میزنه که چقدر خوب اضافه میشه توی حمله. بریم بعدی. حرکت رامی و گفتم دفاع چپ و راستایی که خوب کار کردن، اما دفاع سپاهان تو این بازی کاملا بالا بازی میکرد، اما برای این کار هماهنگ 100 درصد رو نشون نمیداد. تو این صحنه ببینید که مدافعای سپاهان حوالی وسط زمین دیده میشن اما ساختار منظمی ندارن و به همین سادگی تک به تک 30 متری میدن. این صحنه رو شما کمتر میبینید تو فوتبال لیگ که استارت بزنه یه نفر برداره ببره، که اینجا 30 متر تک به تک شد. رو دست راستش رو اگه میدید یامگا شاید گل استقلال اینجا به ثمر میرسید. هماهنگی نداشتن دفاعای سپاهان، رو بالا اومدن و جا موندن. یه بار دیگه چیزی که تو اسلاید قبلی هم گفتیم رو دقیقاً اینجا می‌بینیم. مدافعای سپاهان ببینید کجا وایسادن و بینشون شکاف ایجاد میشه. بالا اومدن اونا، استقرار دقیق نداشتن و یه موقعیت عالی دیگه تک به تک برای مهری که بازیکن این حمله نبود، یعنی بازیکنی که بتونه این حمله رو تمام بکنه و 40 متر تک به تک و بیاد جلو و ضربه آخر بزنه. کلا تو فاز دفاعی سپاهان رو خوب ندیدیم. اگه قراره یه تیم اینقدر بالا بازی بکنه باید دفاعهای فوق العاده سرعتی داشته باشه، یعنی تو برگشته بتونه برسه به مهاجمای تیم حریف، ولی این اتفاق برای سپاهان نیفتاد. بعضی جا هم پاشناشیل سپاهان عملکرد خط دفاعیش تو مرکز به خصوص بوده. شاید وظایف زیاد هجومی که از دفاع کنارا میخواد آقای مورایس یا بالا بازی کردن تیم سپاهان باعث میشه که بعضی وقتا این موقعیت‌های مدلی رو بده که چند تا تو این مسابقه داد. یه توضیح بدم راجع به این هفتهمون، بعد بریم پیام نیازمند رو ببینیم. 101مین بازی پیام نیازمند برای سپاهان بودیم، بازی که جلوی استقلال دید. هفته گذشته هم به 100 بازی برای سپاهان رسید پیام نیازمند و بچه‌ها گفتگو کردن، توی دو تا بخش با هم دیگه می‌بینیم. ما امشب می‌خواستیم یه گفتگوی ویژن داشته باشیم. حالا هفته گذشته هم صحبت کردیم راجع به هیئت فوتبال تهران و در ادامه بررسی اتفاقاتی که توی هیئت‌های فوتبال می‌افته، توی فوتبال مناطق مختلف کشورمون می‌افته و قول دادیم که بهش برسیم. این هفته راجع به خراسان رضوی هم می‌خواستیم صحبت بکنیم و فوتبال مشهد که از دو نماینده لیگ برتری و یه نماینده تو لیگ قهرمانان آسیا رسیده به صفر نماینده تو رقابت‌های لیگ برتر و صفر نماینده تو رقابت‌های لیگ یک. در یه زمانی سیاه جامگان و پدیده و که شد شهر خودرو و پدیده و اینها دو تایشون تو رقابت‌های لیگ برتر بودن موقعی که دوستان نبودن، بعد تشریف آوردن و الان هم هستن، هیچ نماینده اونا تو رقابت‌های لیگ برتر ندارن و تیم لیگ یکشون هم که پارسال تو هر بازی 11 تا و 10 تا و 7 و 8 تا گل می‌خورد و پرونده هم تبانی و شرط بندی و حالا عدم کفایت که کاملا وجود داشت، تبانی شرط بندی هم بهش اضافه شده برای تیم نماینده لیگ یکی فصل گذشتهشون. می‌خواستیم ببینیم مثلا چجوری میشه فوتبال یه منطقه رو که روزگاری این همه فوتبالیست داشتین، از کلی بازیکن ملی از خدا عزیزی گرفته تا نمیدونم رضا عنایتی تا حسین بادامکی تا علی نیکبخت، این همه بازیکن از مشهد از خرد هزار تا بازیکن، حالا من اسم همشون یادم نمیاد، میومدن تو تیم‌های مختلفمون بازی می‌کردن، تو تیم ملی اون بودن، باشگاه‌های زیادی که تو مشهد وجود داشت از لیگ یک، لیگ دو، لیگ برتر، چی کار کردن باش که تو این چند سال تبدیل شد به جایی که اصلا نه نماینده لیگ برتری داره نه لیگ یکی و فوتبال توش واقعا به پایین ترین درجه خودش رسیده با عمل کردی که دوستان عزیزمون داشتن. حواشی زیادی که هفته گذشته راجع به هیئت فوتبال خراسان رضوی وجود داشت، تشکیل این جلسه هیئت فوتبال، مشکلاتی که هیئت فوتبال با اداره کل ورزش جوانان داشت و همه این اتفاقا، و البته حواشی هفته گذشته که میتونستیم بیشتر راجعش بحث بکنیم. حتما شنیدین اتفاقات و حواشی که راجع به مدارس فوتبال و تیم‌های رده‌های پایه اتفاق افتاده بود و یه خبرایی که منتشر شده بود، می‌خواستیم خیلی واضح بهش بپردازیم که حتی دوستان این فرصت رو داشتن بیان توضیح بدن که تو اون در واقع ساعتی که مطرح شد و خیلی‌ها راجع به صحبت کردن نبود و شفاف سازی بکنن و بگن که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. از آقای هاشمی جواهری که رئیس اداره کل ورزش جوانان استان خراسان رضوی هستن دعوت کردیم و قرار بود که ایشون تشریف بیارن تا ظهر، تا بعد از ظهر امروز هم دیگه همه کارهای مقدماتش انجام شد که تشریف بیارن، که یه دفعه خودشون با
به شکل عجیبی، یعنی یه هوی کاملا کنسل کردن و تشریف ندارن اینجا تا این ابهامات کاملا باقی بمونه. ما می‌خواستیم ایشون باشن صحبت بکنن، چون خودشون هم منتقد اصلی اتفاقات هیئت فوتبال هم بودن دیگه. حتی فکر کنم آقای اصولی رو راه ندادن تو اون جلسه‌ای که رئیس فدراسیون حضور داشت و خیلی از فوتبالیست‌های قدیم و پیشکسوتای داوری و فوتبالی مشهد هم حضور داشتن در اداره کل ورزش جوانان. و می‌خواستیم راجع به ابهامات صحبت بکنیم، آقای اصولی هم بیاد جواب بده، آقای هاشمی جواهری مسئول اداره کل ورزش جوانان هم بیان صحبت بکنن، منتها ایشون لحظه آخر در واقع کنسل کردن و کاری کردن که این ابهامات و سوالات همچنان باقی بمونه. ولی بهتر بود که میومدن این فرصت رو داشتن که راجع به همه این ابهامات و اتفاقات صحبت بکنن، اینکه از اون فوتبال درخشان و خوب و پویا که حداقل مردم اونجا کیف می‌کردن، می‌رفتن بازی تیم‌هاشون رو می‌دیدن، اون جنب و جوش وجود داشت، رسیدن به جایی که هیچ نماینده سطح یکی ندارن به اینجا رسیدن. تازه نماینده لیگ دویشون هم فکر کنم فروختن به بابل، یعنی دیگه اصلا فوتبال رو گردن نگرفتن، نماینده لیگ دویی که اونجا بود، یعنی لیگ یک هم افتاد لیگ دو، فکر کنم فروختنشون هم، یعنی سطح یک و سطح دو و سطح سه رقابت فوتبالمون تیم ندارن. خواستیم ببینیم این در واقع قله های متعددی که دوستان فتح کردن در چند سال گذشته رو چجوری ایجاد کرده بودن که دیگه پاسخگو نبودن. انشالله هفته های آینده بتونیم در خدمت شما صحبت بکنیم. اما راجع پیام صحبت کردم، پیام نیازمندی که 101مین بازیش رو پشت سر گذاشت توی مسابقه، خیلی پسر آینده دار فوق العاده خوش اخلاق، غیر از اتفاقات فوتبالی بسیار پسر خوب و خوش اخلاقیه که به نظرم آینده فوق العاده ای میتونه داشته باشه. یه دوره حضور کوتاه مدت تو فوتبال اروپا، برگشتش به سپاهان، 13 تا بازی 7 تا کلین شیت 83% خروج موفق و 2.3 میانگین مهار تو هر بازی آمار این فصلشه. بخش اولی ببینیم از مصاحبه پیام تو دو تا بخشه، حالا سعی می‌کنیم هر دو تا رو تقدیمتون بکنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خیلی ممنون از این همه لطف و محبتی که به من دارید و خوشحالم که در خدمتتون هستم. ماجرای آقای کلین شیت شدنش از کجا شروع شد؟ از کدوم بازی بود؟ یه بازی واقعا شاید یکی از بهترین عملکردهای من بود. بازی با پدیده بود. سالشو دقیقاً نفهمم، سال 98 بود اگه اشتباه نکنم. توی مشهد بازی 1-1 شد، امین قاسمی نژاد دقیقه 5 یه پنالتی گل زد، هفته 29 بود و ما برای اون بازی، برای اینکه توی کورس باقی بمونیم و از انقدر بالای جدول فشرده بود رقابت که با باخت ما میتونستیم در رده چهارم یعنی بیایم پایین و حتی سهمیه هم کسب نکنیم، ولی اون بازی واقعا یکی از میگم خاطر انگیز ترین و یعنی بهترین بازی خودت رو فکر میکنم. بله بهترین برای سپاهان، برای سپاهان احساس میکنم که بهترین عمل کردم اونجا بوده. خیلی تو شیش قدم زدن یه جایی دیگه، بله اصلا احساس میکردم که دیگه اینا هر کاری بکنن توپ نمیره تو دروازه، بله هر کاری، یعنی آماده بودم هر توپی رو بگیرم. چی شد که جدا شدی؟ خب قرار دادم که کلوب اتمام بود و خب پیشنهادات زیادی بود از خارج از کشور، خودم دوست داشتم که فوتبال خارج از ایران رو تجربه بکنم. یادم از ارده بحرین که اومدم تو همین استادیوم نقش جهان با آقا محرم صحبت کردم، تا آقا محرم اینجوریه من دوست دارم که با جام خداحافظی بکنم. ما اون موقع هم امتیاز بودیم با پرسپولیس، توی کورس قهرمانی بودیم، یا فکر کنم 7 تا 8 تا 9 تا تقریبا بازی مونده بود که تموم بشه توی لیگ و گفتم که من تصمیم رو گرفتم و میخوام برم. شما میتونید از الان برنامه‌ریزی بکنید برای فصل آینده، حالا هر دروازه‌بانی دوست دارید جذب بکنید، ولی من فصل بعد دیگه سپاهان نیستم و هر جوری شده دیگه جدا میشم. و شما هم گفتش که مرسی که گفتی، و آقا محرم که خیلی همیشه منطقی رفتار میکرد، سعی کرد راهنمایی بکنه و اون مقطع هر کسی دیگه بود همین کار رو انجام میداد. من خودم هدفم این بود که بمونم، یعنی همون خداحافظی که شما گفتید، من به این هوا فوتبال اینا رو ترک کردم که حالا قرار اروپا بمونم و تصمیمی برای بازگشت نداشتم. ولی خب یه سری اتفاقات رخ داد، اولا که خیلی مهم بود سال جام جهانی بود، خیلی مهم بود اون احساس خوشحالیه، اون احساس سرزندگی رو دوباره به دست بیارم با بازی کردن، اینکه کیفیت فنی مو از دست ندم، اعتماد به نفسم از دست ندم، چون خواه نخواه شما تو هر سطح و لولی که باشید
اگر بازی نکنید اعتماد به نفستون رو از دست میدید، از لحاظ فنی ممکنه افت بکنید، از لحاظ روی روانی افت بکنید. خیلی سخته که بتونید خودتون رو بالا نگه بدید موقعی که بازی نمی‌کنید. پیام کاپیتان هم شدی تو سپاهان، فکر کنم اولین کاپیتانیت توی دربی اصفهان زمان آقای نوید که بله، من چند تا بازی کاپیتان بودم ولی متأسفانه اولین بازی رو یادم نیست. نه اولین بازی احساس میکنم مثل رفسنجان بود، توی رفسنجان فکر میکنم اونجا اولین بازیم بود. یه چند تا بازی بازوبند رو بستم تا پایان نیم فصل، یه 5-6 تا بازی شد که احسان آیت صفی اومد از تراکتور اومد سپاهان که تا آخر فصل دیگه احسان بست. اصلا حسی به آدم دست میده وقتی بازوبند؟ بله قطعا. خب سپاهان باشگاه خیلی بزرگیه، همین جایی که ما الان نشستیم عکساشون رو داریم میبینیم اسطوره‌های خیلی بزرگی داشته. تو خیلی‌ها میگن یه تیکه پارچه است و می‌بندیم. نه واقعا یه حس غرور و افتخاری به آدم دست میده که این همه بازیکن بزرگ اینجا بوده و این افتخار نصیبش میشده. یعنی افتخار نصیب من میشه که جاپای این عزیزان میذارم، خودش برای من کلی باعث واقعا خوشحالی بود، باعث افتخار بود. فکر می‌کنی کاپیتان خوبی هستی؟ الان آخه با 26-27 سال سن یه ذره سخته، چون باید خیلی یاد بگیرم بیشتر. کاپیتانای خیلی بزرگی داشتم چه توی تیم ملی چه توی سپاهان، ولی تو خودم بله میبینم، تو خودم بله میبینم. راجع به مربی ها اولین چیزی که به ذهنت میرسه رو به هم بگو، حالا چه لحاظ فنی شخصیتی. مجید جلالی. مجید جلالی، آقا مجید جلالی زندگیمو بهش مدیونم. امیر قلعه‌نویی. من چه واژه‌ای برای امیر خان بده؟ کسی که اعتماد کرد به واقعا من رو همه جوره، واقعا به من اعتماد کرد، به یه جوونی که 23 سالم بود و 23-24 تا بازی کرده بودم برای پیکان و به ایشون هم همیشه مدیونم. و محرم نویدکیا. آقا محرم که دیگه واقعا اسطوره، سلطان منطق، واقعا از ته دل موقعی که اینجا بودم واقعا دارم میگم از ته دل ایشون رو دوست داشتم و با عشق برای ایشون بازی میکردم. همه تلاشم رو میکردم که بتونم یه جوری هر جوری هست آقا محرم من خوشحال ببینم، چون واقعا لیاقتش رو ایشون داره. و جوزه مورایس. آقای مورایس هم فوق‌العاده، ایشون هم فوق‌العاده آقای جنتلمنی هستن و خیلی خوبه که باشه میتونم بعضی وقت پرتغالی هم بالاخره مکالمه داشته باشیم. بله ایشون هم مربی خوب با دانشی هستن، با کارنامه هستن و نیازی به تعریف و تمجید بنده ندارن. آدم خیلی بزرگی هست. مصاحبه پیام بخش دیگه هم داره، حالا امشب با هم دیگه میبینیم چند تا مصاحبه دیگه. آقای تاوارس آبادان، دوتا از جوانهای پیکان، اینا هم هست، باید ببینیم به کدومش میرسیم. حتی پیکان ها باید بزنیم روز خوبی که یه نتیجه در واقع خوب به سوائل فصل و اینا گرفتن، اونا رو پخش بکنیم، چون راجع به جوانهاشون هم زیاد صحبت کردیم. و حالا بریم سراغ بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن. حدیش راجب نفته مسیح سلیمان و بقیه مسابقات هم باید صحبت بکنیم. پرسپولیسی که یکیش موفق شد ذوب‌آهن شکست بده، توی بازی سخت شد، هفتمین کلینشیت تو 9 بازی اخیر لیگ برای پرسپولیس که به نظرم مهمترین دلیل صدرنشینی اونا توی لیگ برتره و باعث شده تا بتونن صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر باشن بعد از اتفاقاتی که افتاد برای پرسپولیس. حالا دست دادن یک دو تا بازیکنشو به نظرم خیلی خوب تیمو تونست جمع بکنه. یحیی گل محمدی به یه ثباتی برسونه، یه حاشیه امنی هم الان تو صدر جدول ایجاد کرده پرسپولیس با بقیه تیم‌ها و باید ببینیم عملکردش تو ادامه فصل چطوری خواهد بود. بازی رو بریم با هم دیگه ببینیم برای کسایی که ندیدن این برد پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن. بعد چند تا نکته راجع به هم خود مسابقه هم راجع به داوریش. چهل و سومین پرسپولیس ذوب‌آهن در تاریخ لیگ برتر. قدم اول تو شروع نیم فصل دوم برای تیمایی که اصلا تمایلی به تکرار نتیجه بازی رفت ندارن.
به دست اومدن 16امین تساوی تاریخ تقابل‌های دو تیم به درد هیچ کدوم نمیخوره، مخصوصاً شاگردای صدرنشین یحیی که حالا دیگه اون یکی تیم اصفهانی رو هم به خودشون خیلی نزدیک ببینن. آخر این بازی فقط برنده بودنه که میتونه سرمایه امروز تهرانو برای هر کدوم از تیم‌ها قابل تحمل کنه. به دوم باز هم به بازیکن زوب میده سمت چپ، حالا بالا میاد تو زمین پرسپولیس، یه شوت از راه دور، توپ به تیر دروازه برخورد میکنه، نزدیک بود دروازه علی بیرو باز بشه و اینم عیسی آل کثیر ارسال رو به بیرون، یه ضربه بعد توپ درست جایی رفت که علیرضا بیرانوند حضور داشت، ضربه محمد حسین اسلامی، حالا ارسال رفیعی داخل محوطه، یه ضربه توی دروازه امید آلیشا برای چهارمین بار در تقابلش با زبان گل میزنه. کاپتان پرسپولیس این تلسپ رو شکوند و یک بر صفر پرسپولیس رو جلو انداخت. پشت توپ یه نفرم پشت دیوار دفاعی خوابیده، امید ضربه میزنه، توپ به دیوار دفاعی برخورد میکنه. اعتقاد خط هند دارن. آقای کاظمی اونجا صحنه رو دید. اسد بگی حالا از چپ اونجا حرکت میکنه محمد عمری، یه موقعیت خوب برای پرسپولیس، عمری خودش میره جلو دریبل میزنه و اونجا خورد زمین و نتونست ششمی پنالتی فصل رو برای پرسپولیس بگیره، باید پاس میداد. آلیشا هم اونجا دوباره پاسیده، یه ارسال، یه ضربه سر، خطایی که انجام شد و ضربه کاچی زد تو روپا همه رو با ویدیو چک تنظیم میکنه. اونجا شیخ دیاباته حرکت میکنه، دیاباته ضربه زد بعد از دو مرحله جمع کرد حیبه فرپاسی، لب خط سمت چپ عمری رو صاحب توپ میکنه، حالا عمری حرکت میکنه توی عمق، شیخ دیاباته و اونجا یه دست انداخت فرپاسی نذاش گلزنی کنه این مهاجم و سوت پایان بازی برتریه. صحنه گلی اتفاق جالب افتاد، جایگیری کرده بودی آقای یحیی جا تو عوض کرد، گفت یه ذره بیا عقب‌تر، فکر کنم همون تاثیر داشت که اصلا پشت 18 وایسم که آیگو برو تیر دو، که الحمدلله این اتفاق افتاد. حالا مهم گل زدن من نیست، مهم موفقیت تیمه که خدا رو شکر امروز با تلاش بچه‌ها این اتفاق افتاد. گورگی، هاو واز دی میچ؟ انادر امپورتنت 3 پوینتس اند انادر کلین شیت. یس، سچ گیمز ار ویری امپورتنت فور اس. وی وان 1-0 بات it's 3 points anyway, you know. It's very tough because Sobahan is a good team. They have good organization in defensive line. Anyway, we scored the goal, so we are keep going to be champion. You know, we are on the correct path, correct way. We are improving and improving every time. متاسفانه تو ضربه ایستگاهی غافلگیر شده بودیم. تو ضربه ایستگاهی واقعا کار کرده بودیم تو طول هفته. ولی خب سنتوز و تیم پرسپولیس گله مبارکشون باشه. آقا فاصله تونم الان با تیم دوم جدول بیشتر شد و اون فاصله رو حس کردید. سابقه نشون داده که تو فصلی هم که قهرمان شدید با یه فاصله حرکت کردید تو جدول و تا آخر جلو رفتید. چقدر دوباره امیدوارید به تکرار قهرمانی لیگ؟ خب شرایطمون شرایط خوبیه، ولی اصلا به گذشته ما کار نداریم. یعنی خیلی مواقع هم بوده که این اتفاق برعکس شده و شاید تیمی که فکر میکرده قهرمان میشه این شرایط رو از دست داده. ما میگم بازی به بازی و پوان به پوان پیش میریم، امیدوارم که بتونیم، تیم خوبی داریم، تیم همدلی داریم، امیدوارم که بتونیم این شرایط رو تا آخر ادامه بدیم و انشالله به اون خواسته ای که میخواییم برسیم. برد خیلی خوبی بود و اون دفعه بعد از بازی با نساجی صحبت کردم، گفتم همیشه
وقتی که بازی آخر لیگ و نیم فصل اول رو خوب تمام کنیم، مثلا باید بازی اول نیم فصل دوم هم خوب شروع کنیم، تیمی که میخواد قهرمان بشه. حالا شاید شما هیچ سورپرایز هم براتون بشه، شما میدونستید من 3-4 روز قبل از بازی زبان اصلا تمرین نکردم پرسپولیس، ولی شما هیچی ندونستید. این نشون میده به نه این نشون میده به تیم بزرگ پرسپولیس و همدلی پرسپولیس که خبرای درون تیمی رو دیگه مثل سال قبل بیرون نمیدن. و اینو من تبریک میگم به آقای عیا که یه تیم خیلی خوب درست کردن و من واقعا 3 روز تا قبل از بازی با زوب اصلا تمرین نکردم، یه ویروسی اومده بود سراغم که همش در تو خونه استراحت کردم و فکر کنم روز آخری هم که اومدم تمرین پنجشنبه تو جیم تمرین کردم و فکر کنم 4 روز کنار بچه‌ها نبودم، ولی سورپرایز شدیم خدا رو شکر که دیگه کسی نیست تو پرسپولیس بهتون بگه زود خبرها رو. فکر میکنم بازی خوبی در مجموع بود و سه امتیازی که گرفتیم سه امتیاز خیلی با ارزشی بود. نیمه اول فکر میکنم نیمه سختی برای ما بود، تیم حریف خیلی خوب دفاع کرد، خیلی خوبم تو انتقال به حمله عملکرد خوبی داشت و بازی واقعا بازی رو برای ما واقعا سخت کرد. این فوتبال حرفه‌ایه، سیامکم واقعا تو این چند سالی که تو پرسپولیس بود عملکرد خیلی خوبی داشت هم از لحاظ اخلاقی و فنی، ولی خب شرایط طوری متاسفانه براش رقم خورد که قرار از ما جداش. براش آرزوی موفقیت دارم و انشالله هر جا هستش موفق باشه. میدونستیم که اگر غفلت بکنیم ممکنه که امتیازها رو از دست بدیم و همین اتفاق افتاد. متاسفانه توی ضربه ایستگاهی تمرکزمون رو از دست دادیم. تا قبل از اون خیلی خوب تیم پرسپولیس رو کنترل کرده بودیم، فضاها رو ازشون گرفته بودیم و واقعا تو نیمه اول حتی میتونستیم به گل برسیم و توپ به تیر دروازه پرسپولیس زدیم و میتونستیم حتی برنده بیایم توی رختکن در نیمه اول. تو نیمه دوم فضاها رو خوب گرفته بودیم، ولی فقط این ضربات ایستگاهی بود که میتونست به هر حال برای پرسپولیس گره گشا باشه و همین اتفاق. یالالی اینم از بازی پرسپولیس و زوباهن که حالا راجبش صحبت میکنیم، هم داوریش رو باید بررسی بکنیم، همین که راجب صحنه آنالیزیش حرف بزنیم. تو کنفرانس هم راجب نقل و انتقالات صحبت کرد آقای گل محمدی. به نظر میرسه حالا جذب داشته باشه تیم پرسپولیس توی خط حمله. شیخ دیاباته که برگشته، ایسال کثیرم قرارداد بس دوباره با باشگاه پرسپولیس یه سال و نیمه قرارداد داره. مهدی عبدی رو به عنوان یکی از گزینه‌ها دارن و حامد پاکدل از این تیم جدا شد. حالا گفته میشه که یه فوروارد میخواد اضافه کنه پرسپولیس و سیامک نعمتی توی لیست خروج باشگاه انگار قرار گرفته. دنبال بحث رضایت‌نامه‌اش هست سیامکی که خاطرات بسیار بسیار خوبی هم هواداره پرسپولیس ازش دارن، هم از لحاظ فنی بازیکن خیلی خوبی بود و خیلی کمک کرد تو چند سال به پرسپولیس و هم از لحاظ اخلاقی همیشه جزو بهترین بازیکن‌های این تیم و کلاً فوتبالمون بود. امیدوارم که هر اتفاقی براش میفته بهترین ها باشه برای سیامک. حالا هر در واقع باشگاهی رو که انتخاب می‌کنه نمی‌دونم، هنوز کامل فسخ نکرده و جدا نشده از پرسپولیس، اگه میمونه بهتر اتفاق براش میفته، اگه به باشگاه دیگه ای میره انشالله که موفق باشه. گفتم جزو بازیکنایی که خاطرات خیلی خوبی رو برای هوادارتون است ایجاد بکنه و من یادم نمیاد بی ادبی حاشیه اتفاقای مدلی من از سیامک اصلا تو ذهنم نیست و پسر بسیار بسیار خوبی، امیدوارم بهترین اتفاقا براش بیفته. و حالا باید ببینیم پرسپولیس دیگه تو فصل نقل و انتقالات چیکار میکنه، چون دو سه روزم بیشتر باقی نمونده پنجره نقل و انتقالاتی. البته که بازیکن‌های آزاد میدونید خارج از اون فضای پنجره نقل و انتقالاتی هم میتونن اضافه بشن، دوستان که شاید استقلال روش برنامه‌ریزی کرده باشه، شاید بقیه تیم‌ها مشکل پنجره نقل و انتقالاتی دارن، دیگه میره سراغ بازیکن آزاد بعد از پایان مهلت نقل و انتقالاتی. این نکته هم راجع به سیامک و داوری رو با هم دیگه ببینیم. بعدش دو سه تا تصویر آنالیزی هست. یکی دو تا بازیکن دیگه پرسپولیس هم گفته میشه که میخوان جدا بشن، حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی براشون میفته. سید وحید کاظمی، علیرضا ایلدروم، امیر محمد داوودزاده و حسین زیاری. یه نکته راجع به پرسپولیس هم میگم، فکر کنم کلا یه دونه کارت
کل تیمشون یعنی تیم فنیشون یه دونه کارت گرفته از اول فصل تا الان که آمارشون فوق‌العاده است. دمشون گرم واقعا، یعنی حالا برعکس خیلی از نیمکت ها که مدام تو زمین و کارت زرد و قرمز و اینا، یه دونه فکر کنم محمد عسکری هم بله چون خطای شدید نبود. شانس آورد سروش رفیع. آقای خسروی گفت اگه تماس داشته که اخراج. ببینیم بچه خورد یا نه. نه اون پای راسته نمیخوره، نگاه کن راسته که استوک داره، استوک بلند میشه میاد اینجا نمیخوره، چپه و اختار. چون اگه پای راست سروش استوک میخورد بهش دیگه برتر انگلیس بود، میشد 3 جلسه محرومیت، اخراج تو این بازی و 3 جلسه محرومیت. ولی چون پای راست نمیخوره همون اختار که وحید کاظمی هم داد. تمام. پس اشتباهش شد پنالتی که نگرفت رو ایسکای امیدالشا. اون تصویر هم اینجوری بود، همون تو تصویر اول معلوم بود دست اومده بالا، یعنی زیادی اومده بالا. اونم پنالتی کاملا وی آر، یعنی اینا تو وی آر من تعجب کردم. جای کاظمی هم خوب بود، حالا عملکردش هم تو این چند هفته عالی بوده وحید کاظمی، ولی اینجا پنالتی رو اشتباه کرد و نگرفت. دو تا تصویر آنالیزی از این مسابقه با هم دیگه ببینیم، از اتفاقات بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن. راجع به ایسکایای پرسپولیس هم متی تارتار صحبت کرده بود، یعنی قبل از کاشتن به بازیکناش میگه مواظب باشی تیر دو رو بپایید، همون توپم هم تبدیل به گل شد. حالا یه دو تا صحنه از اتفاقات بازی ببینیم با هم دیگه. آها، پرسپولیس شناخت خوبی از بازی دفاعی حریف داشت. این تصویر ببینید کاملا مشخصه. تو این تصویر باید به دو تا چیز دقت کرد. اول عرض هجومی پرسپولیس با مهرهای متعدد تو حمله و بالا اومدن دفاع کنار، و دومی تعداد بالای نفراتشون تو زمین حریف. یعنی این صحنه رو ببینید، بجز علی بیرانوند 10 تا بازیکن پرسپولیس تو زمین ذوب‌آهن هستن، دفاع وسطا اومدن رو نیمه. هر وقت ولسیانی و مرتضی اومدن تو نیمه حریف و بازی سازی رو شروع کردن، پرسپولیس موقعیت ایجاد کرد. و یه نعمتیه دفاع وسطی که بتونه فوتبال بازی کنه برای شما، یه دفاع وسطی که همش پاس به عقب نده، تیمتون رو نبره عقب‌تر، در حالی که میتونه افکار رو صاحب توپ بکنه. مطمئن باشید یکی از دلایلی که پرسپولیس الان صدر جدوله اینه که بیلداپ میکنه، اینکه بازی سازی رو از عقب آغاز میکنه، وظیفه به دفاع وسطا داده که بیا قدم به قدم تیمو جلو ببرن، توپ میرسه به هافک، انقدر چرخش انجام میشه تا شما بتونید موقعیت ایجاد بکنید برای تیمتون. خیلی وقتا هم شاید فوروارد نوکی وجود نداشته، ولی موقعیت سازی انجام شده حتی برای هافبک‌ها. این صحنه رو ببینید که بارها بارها تکرار شد. مثلا اینجا پرسپولیس 9 تا بازیکنش تو زمین حریفه که 7 تاشون حوالی محوطه جریمه‌ن. یعنی حتی شما دانیال اسماعیلی فر رو می‌بینید که وارد محوطه جریمه میشه، دفاع راست ایستایی مثل وحدت حنانا فقط اطراف محوطه جریمه است و تعداد بازیکن بالا واسه موقعیت سازی پرسپولیس میشه. اینجا کامل بازی رو در اختیار گرفته. بالا اومدن دفاع وسطا، دفاع وسطا که حواسشون هست به بازی سازی و همینطور به اینکه پشت نخورن دیگه، یعنی حواسشون مهاجمای سرعتی حریف هم باشه. تعداد نفرات بالای پرسپولیس تو حمله، موقعیت سازیاشون که آخرام حالا تو این بازی با یه ایسکاهی تونستن به گل برسن. اینم از این. شاید حالا اومدن ایسال کثیر، اومدتر شدنش، برگشتن شیخ دیاباته، مصونیت‌های پشت سر همش وقتی تموم بشه بتونه در ترکیب تیم قرار بگیره. مهدی عبدی که حالا فکر می‌کنم بازی با فولاد هم برسه، سهم خوردگی داشت به بازی فولاد برسه، و حتی اضافه شدن یه مهاجم جدید بتونه کمک بکنه برای پایان بخشی به این حملات. یعنی حمله که تا اونجا شکل می‌گیره تا محوطه جریمه، توی بخش پایانی یه مقدار ضعف شاید وجود داشته باشه به دلیل نبودن بازیکن تخصصی، که اونم شاید با این اتفاقات که عرض کردم خدمتتون بتونم مرتفع بشه. میخوایم بریم وارد فضای بازی هوادار آلومینیوم هم بشیم. بعدش هم راجع به نفت و مسجد سلیمان گفتم با آقای اشکش صحبت خواهیم کرد، حتما راجع به اتفاقاتی که افتاده. ولی هوادار آلومینیوم یه نکته داشت، اونم خدافظی میثم مجیدی بود که هفته گذشته هم راجع به صحبت کردیم. یه بخشی از مصاحبه میثم با هم دیگه ببینیم، بعد میریم سراغ خود بازی. ادامه بدم. آره راجع به میثم میخوام
مجیدی ارادت داریم. اولین بازیه که دیگه شما به عنوان بازیکن پا به این زمین گذاشتید و اون گوشه رو نیمکت نشستید، غیر بازیکن گوشه رو نیمکت نشستید و بچه که تمرین میکردن رو میدیدید، حداقل من صورتتون داشتم میدم که هنوز دوست داشتید حداقل برید پا به توپ بشید. چه حسی داره بعد از 20 سال فوتبال بازی کردن تو سطح اول فوتبال کشورمون و حالا لژیونر شدنتون برای اولین بار شما اومدید و بازیکن نیستید و به عنوان یه هوادار در کنار تیم آلمینیوم باشید؟ عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی سخته و هنوزم باورم نمیشه این اتفاق افتاده، ولی تصمیمی گرفتم و خدا شد تصمیم خیلی خوب و به موقعی بود با مشورتایی کردم. امروز اومدم اینجا که هم خودم یه ذره حال روزم عوض بشه، ذره هنوز سخته بخوام کلا کنار فوتبال نباشم و همین که یه حال هوای با بچهای تیم بکنم. امیدوارم که امروز هم تیم اون نتیجه لازمه رو کسب کنه و بتونیم تو جدول رتبه بالاتر کسب کنیم ان شاء الله. بچه‌ها داشتن گرم می‌کردنشان، داشتی شما نگاهشون می‌کردی، دلتون نمی‌خواست که بیاید حالا واسه آخرین بارم که شده یه تمرینی باشون بکنید پاسی بدید؟ چرا میشه این نمیشه بگین دلم نمی‌خواست؟ فوتبالیست جماعت کلا همینه، تا موقعی که فوتبال بازی می‌کنه دوست داره بازی کنه، موقعی هم که بازی نمی‌کنه حالا به یه نحوی دوست داره تو این زمین بیاد و یه چند تا بغل پا هم بزنه. منم 20 سال شد خیلی سخته بخوام یه دفعه بذارمش کنار و اینکه دیگه هم دلم نمی‌خواد، دروغ گفتم دلم می‌خواد، ولی همیشه دوست داشتم تو اوج این اتفاق برام بیفته و خدا بزی کنم از فوتبال نمی‌خواستم دوباره حرف حدیثی به وجود بیاد که بگن آقا پیر شد و اینجور حرفا. برای همین این تصمیم رو با مشورتی با رحمتی گرفتم و مدیر عامل باشگاه اتفاق افتاد و امیدوارم که در آینده اون چیزی که برای خودم و تیم از خیر باشه ان شاء الله. دلیل خاصی داشتش که شما بازی پیش خدافظی کردید یا نه؟ من میگم که من همیشه منافع تیم رو ارجحیت دادم به منافع خودم و دوست داشتم که به تیمم کمک کنم و صحبتی که با رحمتی کردم گفتم آقای سید عزیزی من خداحافظی می‌کنم، دست شما باز باشه که بخواید نیفاس بازیکن بگیر جای من مشکل نشه باشه. ایشون هم گفت هر جور خودت صلاح می‌دونی و بازی قبلی هم چون بالاخره امیرخان قهرمانی تو تیم حریف بود و گلگوار بود، فکر کردم بیا چون من واسه بازی با استقلال خداحافظی کنم، دیدم اون تیمم تقریبا استقلال ماننده، این اتفاق رقم خورد شد و نمی‌خواید که به عنوان حالا کادر فنی یا مسئولیت دیگه‌ای به تیم آلومینیوم عراق شما کمک بکنید؟ چون حس میکنم خودتون دوست دارید جو تیم و بچه ها رو باشون رفیقید. ما میثم مجیدی رو به عنوان حالا اعضای یکی از اعضای کادر آلومینیوم در آینده میبینیم یا؟ من فردا جلسه با مدیر عامل باشگاه دارم، تو اون جلسه باید بشیم با هم صحبت کنیم، یه جمع‌بندی بنویسیم ببینیم که توی پستی اصلا نیاز هست من ورود کنم. اگر نیاز باشه با تمام وجودم اتفاق رقم میزنم، چون من این تیمو با تمام وجودم دوست دارم. 4 سال تو این تیم بودم و خودم یکی از ارکان تیم بودم تو صعود به لیگ برتر و به خاطر همینم خیلی دوست دارم توی این تیم باشم و به تیم کمک کنم. امیدوارم که فرات واقعا خوب بیفته. پست خاصی و شما خودتون از نظرتون میگید؟ نه هنوز صحبت خاص نکردم، نمیتونم بحثش کنم. حالا فردا تو جلسه که با رجایان داریم ان شاء الله تصمیم گیری میکنیم. چون که بهترین ها رقم میخوره ما داره میسن مجری که اون آلومینیوم میبینیم ان شاء الله. چرا باشم و شما رو نزدیک ببینم. بسیار علی، اینم از میثم که هفته قبل هم راجعش صحبت کردیم. امیدوارم موفق باشه تو هر پستی توی فوتبال کار میکنن. قرعه کشی رقابت های جام حذفی انجام شد، چقدر هم هیجان انگیز شد. با هم دیگه ببینیم چه اتفاقاتی امروز افتاد. یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی به ما میگه که یه بازی جذاب و هیجان انگیز خواهیم داشت در استادیوم نقش جهان در اصفهان. سپاهان با پرسپولیس خوردن به هم دیگه توی یک هشتم نهایی تا دو تا از تیم‌های مدعی کسب عنوان قهرمانی هم لیگ هم جام حذفی تو همین یک هشتم تو 16 تیم به هم برخورد کرده باشن. بازی هم اول و دوم و سوم اسفند ماه برگزار میشه. غیر از بازی فولاد بقیه بازی ها توی این سه روز برگزار خواهد شد. استقلال و ملوان که تیم های پر افتخار رقابت های جام حذفی هم هستن، یعنی پر افتخار ترین تیم های جام حذفی، توی مرحله به هم دیگه خوردن. استقلال باید مقابل ملوان بازی بکنه و میزبانه این بازی هم خواهد بود. یه بازی خوب دیگه هم داره این مرحله، بازی گلگار و فولاده. یعنی تیمای قدرتمند خاصیت قرعه کشی هم همینه دیگه، یعنی سید بندی که وجود نداره، تیما یک شانس دارن برای اینکه روبروی همدیگه قرار بگیرن. گلگار خورد به فولاد، مثل رفسنجان خورد به هوادار. آلومینیوم و نساجی هم دقیقاً تکرار فینال فصل گذشته است. فینال حذفی گذشتمون رو آلومینیوم و نساجی با هم دیگه برگزار کردن که نساجی قهرمان شد. توی این مرحله خوردن به هم دیگه. استقلال ملاسانی هم خورد به مثل کرمان. نود ارومیه با پیکان بازی میکنه و دریای بابل خوردش به تیم پارس جنوبی جم. دریای بابلی که همون رایکای بابله و قبلا هم خونه به خونه بابل بود.
خورد به پارس جنوبی جم. تیمای لیگ 1 هم به هم خوردن. تو لیگ 1 که الان شمس آذر قزوین تو این فصلش عالیه، آمارش با سعید دقیقی و رفقاش و سایپا تیم دومه و کلی راجع به لیگ 1 باید بعدا با هم صحبت بکنیم. اینکه خوش طلایی هم این هفته بازی نکرد جلوی شمس آذر قزوین هم باید پیگیری کنیم چرا بازی نکرده، چون یادم پارسال هم با امیداش جلوی مثل کرمان بازی نکرد. حالا اون اتفاقات مالی که دارن بازیکن‌ها حاضر نشدن و داستان لیگ 1 رو بعد یه روزی یعنی این فصل لیگ هم دیگه یکمون رو هم بررسی بکنیم. تایمی داشتیم، یه تایم نیم ساعته بذاریم حداقل بررسی بکنیم اتفاقاتش رو. ولی فعلا که سایپا و شمس‌آذر یه فاصله گرفته هستن از بقیه تیم‌ها و احتمالاً نماینده از استان قزوین خواهیم داشت تو لیگ برتر فصل بعد احتمالاً اگه همین روند ادامه پیدا کنه. خب میثم عجیبی دیدیم از بازی آلومینیوم که بازی پر اتفاقی هم بود. مهدی رحمتی هم اخراج شد توی مسابقه. جدال ساکت الهامی مقابل آلومینیوم معمولا حواشی اتفاق داشته که ساکت این دفعه خودش کاری نکرد، ولی خب بازی هم بازی پر اتفاقی بود. فرصت دارم باز کنه آلمینیوم عراق، یه ضربه به سمت چارچوب خطرناک بود این توپ که رای اوت شد. بازم از چپ بالا میده تیم آلمینیوم عراق، یه ارسال بلند، موقعیت، یه ضربه سر خطرناک و توپی که رای اوت شد. فخرالدینی تو موقعیت حمله فعال بوده. داریش شجاعیان یه گل از نقطه پنالتی برای هوادار زده به پرسپولیس. اینجا فرصت، یه برخورد، اعلام پنالتی، اعلام پنالتی برای تیم هوادار و آقای سدازا مهتبی نقطه پنالتی رو نشون میده. صحنه هسته رو ببینیم، جلو رفت اونجا محمد جواد محمدی و بعد پا رو بالا آورد امید محمد هوشمند. بلافاصله سود زد سدازا مهتبی، حرکت میکنه عزت پورغاز، ضربه رو میزنه و توی دروازه، گل برای هوادار دقیقه 22. عزت پورغاز کاپتن تیم هوادار دروازه آلومینیوم عراق رو باز میکنه و هوادار یک مرتبه جلو میفته. نقیزاده روی قد بلند برای فخرالدینی، خودش رسون صاحب محبی، پاس عقب برای خالد آبادی، یه برخوردم شکل میگیره و کل نیمکت آلومینیوم عراق میرن لب خط. داور خطا اعلام نکرد، توقع داشتن یه پنالتی هم برای اونا بگیرسد. مهدی رحمتی رو میبینید اینجا، صحنه اخراج مهدی رحمتی، صحنه که ندیدید بعد از اینکه سوت پایان 45 دقیقه اول به صدا در اومد. مهدی رحمتی رفت جلو، اینجا ببینید داره روی موبایل خودش صحنه ای که بهش اعتراض داشتن نشون میده، درجا بهش کارت قرمز داد آقای سدرزا مهتبی. پاس هم باز کنه آلومینیوم عراق، نقیزاده، هانسل زاپاتا موقعیت داره، ضربه میزنه و با پا دفع میکنه محمد رضا خالد آبادی، ضربه هانسل زاپاتا رو گرفت بابک مرادی، سر توپ میزنه موسوی، دوباره برای فخرالدین، حالا یه ارسال داخل محوطه جریمه، فرصت، ضربه سر و میرفت دروازه باز شه. توپ دوم به بازیکن آلومینیوم عراق میرسه، یه شوته سنگین و جم میکنه اونجا توپو، ضربه محمد رضا آزادی رو گرفت محمد رضا خالد آبادی، مرادی دور میزنه این پامپو میکنه، ضربهشو میزنه از کنار دروازه، رای اوت میشه. همچنان هوادار یک پاس جلو هست، یه پاس بلند پشت دفاع رو هدف میگیرن، حاصل زاپاتا تک به تک و خروج عالی از محمد رضا خالد آبادی. حالا یه ارسال بلند اونجا، موقعیت، توپ تیر دروازه و دوباره توی دروازه، گل برای آلومینیوم عراق. کدام بازیکن بود؟ معرض آزادی گلزنی میکنه، آزادی، آزادی هم سومین گل پاسشو میزنه. چه ساکت الهامی رو میبینید، پاس بلند، ضربه سر، زاپاتا سر زد و توپش خطرناک رای اوت شد و سوت پایان بازی. We'll be right back.
بله، این از بازی آلومینیوم مقابل هوادار. دو تا تیمی که تو فصل نقل و انتقالات یا نقل و انتقالات زمستونی هم میتونم بگم تلاشای کردن، دارن کارهای انجام میدن. فکر کنم حسین ابراهیمی و محمد منصوری چیدم که رفتن هوادار، اونورم که مامرز خلعتبری برای یه چالش جدید رفت آلومینیوم و امید سینک و بقیه نقل و انتقالات که داره اتفاق میفته. منتها این بازی اتفاقات داوری و اعتراضاتش هم عجیب و جالب بود. اول مصاحبه ها رو ببینید، اخراج رحمتی و اتفاقاتی که افتاد توی مباحث داوری سعی می‌کنیم بررسی کنیم. ما همیشه میگیم خودمون رو جای داورا بذاریم، چرا خودمون رو جای مربی ها نمیذاریم؟ مربی جوون این همه زحمت کشیده میاد میبینه بین توی یک نیمه همه چی علیشه. به درست و غلطش کاری نداریم. با اولین اعتراض گوشی رو آورده اصلا به ایشون کاملا محترمانه صحبت کرد. ایشون کارت قرمز با اولین اعتراض. یک مقدار خودمونم این مسائل رو در نظر بگیریم. آقای تاج گفتن به هر حال به لحاظ داوری اگر اعتراضی هست گوش شنوا داشته باشیم. خواهش میکنم به این مسائل رسیدگی بشه. واقعا تیم ما آسیب دیده تو دو هفته اخیر، دقیقا بازی فولاد و این بازی. آخه چقدر اعتراض؟ آخه مگه میشه کجای دنیا اینجوریه که آقا فوتبال ببخشید اصلا پنالتی رو اشتباه گرفته؟ مگه واسه ما نبوده؟ اولا که پنالتی 100% درست بوده، ولی اصلا من میگم اصلا اشتباه گرفته دیگه. موبایل بردن و نشون دادن و نمیدونم داور رو تحت تاثیر گذاشتن و مگه میشه اصلا فوتبال؟ اصلا چه لذتیه؟ ما که متاسفانه تماشاگر که نداریم، تماشاگرامون که اصلا بالا نمیاد. اینجوری هم که داریم اعتراض میکنیم، اصلا شما، من به خدا سرم دردیم، من حتی به چیز زمین گفتم آقا یه بلنگو هم بدین دستشون که حداقل صداش قشنگ بیاد تو برنامه تلویزیونی. اگه میشه 90 دقیقه داد بیدار؟ آقا کجای دنیا اینجوریه؟ کدوم تیمی تو آقا این همه ما هر شب داریم فوتبال نگاه میکنیم، کدوم مربی اینجوری کوچینگ میکنه؟ خب نگاه کنید، تا وقتی وی ای آر نیاد هم اینجوریه. یعنی شما هر صحنه ای، هر اتفاقی رو تو بازی ببینید، یا تیم ما یا تیم حریف یا هر تیم دیگه تو لیگمون داره سر صدا میکنه که مثلا آره این خطا بود و خطا نبود. خب به نظر من اگه تمرکز رو بذاریم رو فوتبال خیلی بهتره تا اینکه بعد از بازی بریم ببینیم صحنه رو بعد بگیم وای حق با داور بود. به نظر من واقعا یه سوال دارم از شما، میخوام شما چیز کنید. این صحنه ای که من به یکم دوربیناتون نشون بدم ببینید، این صحنه من اینجا لحظه ای که دارم میفتم زمین، یعنی اینو بگیرم که ببینید، اینجا دارم میفتم زمین، یعنی از اوله که صحنه ای که من خطا کردم از دید آقای مهدویان تا موقعی که میخوام این پام رو خط قبل خط، حتی دو متر قبل خط دارم میافتم زمین، اینو پنالتی گرفته. میگم تو روزی که تیم ما خیلی سوار بازی بود همونجور خودتون هم دیدید، آقای مهدویان گفتن که ظاهرا اون صحنه‌ای که به ضرر ما پنالتی گرفتن داخل بوده، ولی اینجور که ما فیلم و عکسش رو دیدیم بیرون برخورد انجام شد و حالا داخل محوطه افتاد. واقعا زشته برای فوتبال ایران که همش صحبت میکنن از حرفه‌ای بودن و میگن بازیکن‌ها باید حرفه‌ای باشن. الان ما اومدیم تو رختکن، باید بشیم تو اتوبوس بریم عراق، آب گرم نبود ما دوش بگیریم. واقعا بده برای فوتبال ایران. هر کی مسئوله، هر کی باید رسیدگی کنه رسیدگی کنه. موبایل در آوردن و تصویر نشون دادنم جالب شد. فکر کنم این هفته محمد نصرتی توی کنفرانس توی میکسون این کارو کرد. لپتاپ هم که بعضی مربی ها میارن تو کنفرانس هوشمندن دیگه، بازیکن هم موبایلش رو برشون دیگه آقا نگاه کنید. یعنی وی آر خودمون رو افتتاح کردن دوستان با گوشی هاشون. وی آر هم بیاد، یه داستان هم ما داریم آموزش داورامونه ها، یعنی داورایی که میخوان بیان در
اتاق وی آر قرار بگیره. اینا یه مراحلی دارن، بعد این مراحل رو طی بکنن تا بتونن بیان و داور وی آر بشن. اونو فکر نمی‌کنم تک کرده باشن. یادمه که چندین ماه پیش گروهی رفتن قطر از کمیته داوران و دپارتمان داوری و اینها برای که مقدماتش رو بچینن، ولی خبری نشد. یعنی خود ابزارش هم اگه باشه به عنوان سخت افزار، نمی‌دونم داورا اصلا این شرطشو دارن، دارن که بازیکن‌ها دارن با گوشی‌هاشون و مربی‌ها با لپ‌تاپ و موبایل ویار انجام میدن. به تیر عمتی اومد گوشی نشون داد به داور و داور اخراجش کرد. حالا داوریشو ببینیم ما هم دیگه. داوری هوادار آلومینیوم آقای بیانی که به شدت شاکی بود از این سرصدای مربی ها لب خط. سید رضا مهدوی، امیررضا آشورماهانی، محمد صالح عرب‌آبادی. این صحنه که هوشمند هم راجع به صحبت کرد، پنالتی روی جواد محمدی، خطا رخ داد ولی حداقل نیم متر بیرون. خطا بود ولی بیرون یا داخل با هماهنگی داور یا کمک داور از یعنی چی؟ نظر آقای خسروی چیه؟ خب بیرونه یا توه؟ خطا بیرون. پس کارشناسامون همشون نظرشون اینه که خطا بوده ولی بیرون. داورم 40 متر بنده خدا 30 متر دوره به خاطر اینکه پاس بلند ارسال شده. حالا ترتیب اثر میده. تکرار ضربه پنالتی؟ بله تکرار پنالتی. پیشروی مهاجم و مدافع علاوه قانونی تکرار درست شما نکنه. یه بازیکن جای استارت میزنه که داریوش شجاعیانه اینور. آره داریوش تو بازی استارت ها رو نمیزنه. آره سر پنالتی چه استارت. سه تا آلومینیومی اونور داخلن، یه دونه هوادار اینور و قانونی تکرار. حالا اگه میبینید خیلی جا تکرار نمیکنن همین بحث هست، ولی کار داور قانونیه، ایرادی نمیشه بهش بگیری. تمام. اما بریم مثل کرمان رو بازیشو ببینیم. ما نفت مسجد سلیمان، نفت مسجد سلیمانی که دوباره تغییر داد نیمکتش رو. حالا راجع به ثبات نیمکت نفت مسجد سلیمان هم با صحبت بکنیم. کنفرانس مثلا کنفرانس عجیب بود، یه برد خوب برای فرزاد حسین خانی که به نظرم باید از کنفرانسش بیشتر لذت میبرد، ولی خب بحثش شد و یه ذره کار بالا گرفت. خدایی توپ ارسال میکنه به محوطه جریمه، فرصت برای عارف رستمی و گل، گل برای مثل کرمان در همین دقیقه های ابتدایی بازی. دروازه نفت مسجد سلیمان رو عارف رستمی باز میکنه روی ارسال میلاد خدایی. نفت ارسال انجام میشه، ضربه سر، آفساید. آفساید بازیکن نفت رو گرفته آقای حسن زهیری. در میانه های میدان از سمت چپ حرکتی رو آغاز کردن بازیکن نفت با پای چپ سمت دروازه. ضربه ای رو که به توپ میزنه اونجا علیرضا دقاقله از بالای دروازه مثل کرمان به بیرون میره. تو رو ارسال میکنه به محوطه جریمه، فرصت و ضربه سری که از بالای دروازه نفت خطرناک به بیرون میره. ضربه سر محمد امین کاظمیان. امین کاظمیان با پای چپ به سمت دروازه. ضربه ای که امین کاظمیان میزنه جای میره که علی محسن زاده حضور داشت و توپ رو در اختیار گرفت. بازیکن نفت یه بار دیگه ارسال انجام میشه، ضربه سر رو بازیکن مس میزنن تو روی هوا از بعد. ضربه ای که خطرناک از کنار دروازه مس کرمان به اوت میره. صبوری بلند پشت مدافعین از دروازه بیرون میاد. محسن زاده فرصت برای عارف رستمی و دبل میکنه عارف رستمی برای دومین بار روی خروج اشتباه علی محسن زاده. دروازه نفت مسجد سلیمان رو باز میکنه.
و نتیجه 2-0 میشه در دقیقه 86. شما سوال میکنم بازیکن خوبو من باجست کنم؟ ما در شروع فصل یه لیست 8 نفره رو به باشگاه ارائه دادیم، اینو هوادارهای ما باید در جریان قرار بگیرن. در نیم فصل دوم هم 9 نفر ما لیست دادیم به باشگاه. چه اراده‌ای برای تأمین کاسه‌های ما تو بحث فنی انجام شده؟ من به عنوان مثال میگم، ما در شروع فصل پیش فصل درخواست یه دستیار خارجی رو داشتیم. مگه میشه درخواست یه سرمربی رو شما بعد از اتمام یه نیمفس برآورده کنیم؟ خیلی جالبه. دوستان در باشگاه هم میگن ما پیگیریم، ولی خب پیگیری که جواب نده چه فایده؟ مردم، هوادار، مسئول، رسانه همه از ما توقع دارن. خب ما رو هم درک کنیم، ببینیم ما تو چه شرایطی هستیم. من امروز به خاطر اینکه 20 بازیکن نداشتم 3 تا گلر آوردم جز 20 نفرم. آیا ما درخواست ندادیم؟ آیا ما نخواستیم بازیکنامونو؟ آیا اینا رو میدونیم بعد توقعی ببخشین چی میدونم رتبه خیلی خوب داریم؟ تو خانواده ای که هر جلسه گذاشته میشه، هر جلسه فنی و غیر فنی گذاشته میشه، 10 دقیقه بعد اون خبر تو فضای مجازی منتشر میشه، شما ببینین ما چقدر به هم ریخته و کجای کاری. چرا اخبار تمام جلسات ما رو شما داری ولی آیا آقا مولایی نداره؟ چرا به من بگین آقا چرا اخبار تیم منو، خانواده مثل کرمانو، خبرنگارای مثل آقا آقا مولایی، آقای سلاجق، آقای قرایی، خیلی آقا مدیر رسانه ما جلسه خبر نداره، تو خبر داری؟ آقا چرا شما خب اصلا شما ببین، شما خودتونو شما جایگاهتون پیش هوادارهای ما کاملا مشخصه. نیازی نیست یار جمع کنی. من به شما گفتم ما جایگاهمون همین که مردم به ما احترام میذارن کافیه. ببین تو خودتو میبینی، تو کجای کاری؟ تو کجای کاری؟ تو اصلا شما کجای کاری؟ آقا جان شما کجای کاری؟ من اگر ببین اگه بخوام شخصیش کنم خب ببخشید، ما خیلی رسیدا میتونیم تحویل رسانه ها بدیم. آفرین. ما این آره بشین. آقا در مورد افرادی صحبت کرد، ایشون یکی از اون کسایی بود که ما از باشگاه مثل دورش کردیم، یه دلال نزدیک کردیم، دلاله تیم آوردی که برتر تو نتونستی. بشین آقا، شما هویتت برای مردم مشخصه، مردم شما رو میشناسن، ما هم میشناسن. آقا سعید استاد خب بازی مهمی رو مثل کرمان تونست ببره و فرزاد حسین خانی و تیمش، و به نظرم
با توجه که بازی هم تو کرمان بود و یعنی خبرنگار دوستا و همکارای رسانه‌ای من از شهر کرمان بودن، خیلی باید بیشتر لذت می‌بردن از این کنفرانس، از این برد شیرین مقابل یه تیمی که رقیب مستقیمشون هم هست برای بقا و باید خیلی بیشتر لذت می‌بردن از فضای کنفرانس، ولی خب نشد دیگه. اون اتفاقاتی که وجود داره بعضی وقتا و حالا فرزاد به بعضیش اشاره کرد، کنارش سعید قرایی عزیز که پسر خوب خبرنگار بسیار خوبی در استان کرمان و سعی کردن حالا فضا رو آروم بکنن دیگه. یه سری نکات و فرزاد استخانی خودش گفت، من فقط فنیشو بگم، اولا تبریک میگم بهش بابت این برد و اینکه داشتم میگفتم جوون بازی دادن ها، حالا یه سری بازیکن از آکادمی مس دارن بازی میکنن توی این تیم که به نظرم خیلی ارزشمنده، مثل امیر کاظمیان، مثل سامان تورانیان، مثل امیرحسین عسکری، صالح محمدی، علی تهامی، علیرضا قادری، امیرحسین بهزادی، مهدی ناظمی و عباس زراعتکار که از تورانیان به بعد اون 6 تا اسم 7 تا اسمی که گفتم همشون زیر 23 سال هستن، یعنی این 6 7 تا همه بازیکن زیر 23 سال، خیلیاشون بومیه خود کرمان، چند تاشون هم که اومدن چند ساله توی آکادمی های کرمان بازی کردن و به نظرم این بخش از مثل کرمان هم باید دیده بشه و زحمتی که فرزاد کشیده، فرزاد حسین‌خانی، برای اینکه یه سری جوان‌ترا رو بازی بده. اگه مدیراشون حواسشون نیست به این نکته، اگه هواداراشون باید حواسشون باشه غیر از نتایج و اتفاقات و تقویت تیم و اینها، این جوان بازی دادن ها هم لحاظ بکنن که به نظرم بهترین و مفیدترین کاری که مربی میتونه انجام بده توی لیگ برترمون همینه. اینو گفتم اشاره بکنم بابت کاری که مس توی این فصل کرده. یه صحنه داوریشو ببینیم بعد با آقای اشکش باید بگم سرمربی سابق تیم نفت مسجد سلیمان هم صحبت بکنیم. داور این بازی آقای حسین زمانی بود، حسین ظهیری، آقای هاشمی نسب و طارق هم کمکش کردن. یه دونه صحنه داوری داشته بحث برانگیزی مسابقه، پنالتی شبیه سازی آگاهانه مهاجم. آقای خسروی گفتن شبیه سازی و اختار برای مهاجم، پنالتی هم نبود، داور ادامه بازی داد. این از این، پس داوری هم نداشت و یه برد برای مثل کرمان به دست بود. آقای اشکی سلام، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب میساقی عزیز و همه بینندگان عزیز. دستم خودم ارادت. آقای اشکشون آمار عالی تو لیگ یک با استقلال ملسانی آمار نباختن، بعد چطور شد یه دفعه جدایی اومدن به نفت مسجد سلیمان و دوباره تغییر؟ مرسی آقای میساقی عزیز. حقیقتا زمانی که پیشنهاد اومد از نفت مسجد سلیمان، چون که تیم شهرم بود، ما اومدیم که بتونیم کمک کنیم، ولی متاسفانه دلایل مختلفی باعث شد که نتونیم اونجوری که دوست داشتیم به این تیم خدمت کنیم. خب یعنی پیشنهاد اومد یه دفعه اون تیم لیگ 1 رو شما ول کردید؟ نه، بحثی بود که احساس کردم با جدا شدن از ملاسانی میتونم بهتر به ملاسانی کمک کنم. یه بحثی درون خانوادگی وجود داشت که ترجیح دادم جای دیگه بتونم کار کنم و در نفت مسجد سلیمان هم زمانی که اومدیم رفته رفته تونستیم یه شرایطی رو بخواییم تغییر بدیم. شما خودتون میدونید از 8 بازی قبل از اینکه ما بیاییم که 7 بازی رو با باخت 6 تا 4 تا و 5 تا کمترین باخت 4 گله بود و ما از اضافه شدیم به این تیم و سعی کردیم بعضی چیزا رو از لحاظ فنی تغییر بدیم. با توجه به اینکه در تیم واقعا از لحاظ بازیکن در پست‌های مختلف بالانسی وجود نداشت، اما رفته رفته تونستیم کار کنیم و بازی با آلومینیوم بازی خوب انجام دیم تا دقیقه 90 بازی پنالتی از دست بدیم تا رسیدیم به بازی ملوان بندرعظیلی که ساعت 9 صبح با اتوبوس رسیدیم اونجا و به اجبار تو بازی انجام شد و دم بچه‌ها گرم با اون شرایط بازی رو یکیش باختیم. رفته رفته یکم شرایط تیم بهتر شد تا رسیدیم به بازی جام حذفی و یه برد خوب به دست آوردیم در جام حذفی، اما متاسفانه از همون موقعی که ما بازی رو توی جام حذفی با پیروزی پشت سر گذروندیم و رویه تیمی رو برگردوندیم و باید آماده می‌شدیم برای بازی با مثل کرمان، یک هفته خون به دل ما کردن و نذاشتن ما کار کنیم و بازیکنامون جذب نشد و یه جورایی صحبت این که مدیر عامل باشگاه و اعضای تیم نشستن با مدیر با مربی جدید دارن صحبت میکنن، تمرکز رو بازیکن گرفتن. خودتون آقای میساقی به قدر کافی اشراف دارید به فوتبال و آدم خب الان میخواستم بپرسم آقای اشکی اصلا چرا اتفاق افتاد یه دفعه حتی قبل از این بازی جام حذفی صحبت بود که مربی جدید میخواد بیاد؟ مگه با شما قطعی نکرده بودن که شما تا آخر فصل هستید؟ مقرراد ما که تا آخر فصل بود، اما متاسفانه ما یک کادر تمام بومی بودیم و یه آدم بزرگی مثل آقای بستانی هم بالا سر کادر فنی بود، اما حمایت لازم از ما نشد و یه جورایی خودتون میدونید و اشراف کامل دارید، وقتی بازیکن متوجه میشه که جایگاه مربی تزلزل داره دیگه خودم نمیتونه با تمام وجودش فوتبال بازی کنه و
ما به جایی که از برد بازی ملوان بتونیم تیممون رو کامل کنیم برای بازی با مثل کرمان که یه بازی بسیار حیاتی بود، آماده اون بازی بشیم، یک هفته رو تقریبا از دست کامل دادیم و بازیکنان با مربیان حتی روز بازی ما این دغدغه رو داشتیم که چجوری بچه‌ها رو راضی کنیم به بازی کردن و تمرکزش رو کنیم، چون این دغدغه این پچ پچه افتاده بود تو تیم، صحبت‌های ریز که آقا تغییر داریم و کادر فنی میره و اینا، درسته؟ بله بله کاملا درسته. درسته. گله بکنم از بعضی از دوستامون، دوران بازی آدمای بسیار بزرگی بودن، فوتبالیستای بسیار بزرگی بودن، ولی رفتارشون تو دوران مربیگری رفتارهای قشنگی نیست. و اینکه ما روز قبل بازی با مصر بیایم مصاحبه کنیم، حالا من دوست دارم بیام از سلیمان کار کنم و از این حرفا، یه جوری تمرکز از تیم ما گرفت و اینکه شما بدون یه تیم سرمربی دارم و مرتب بشینید مذاکره کنید و مرتب پاس مثبت بدید که ما دوست داریم بیایم اونجا، قشنگ و حرفه‌ای نیست و ای کاش ما بعضی از مسائل رو توسط بعضی از عزیزانمون بهتر رعایت می‌کردیم. این یه مشکلی هم هست که آقای اشکش اصلا تیم نفت مسجد سلیمان داره ها، اصلا حالا جدا از شرایط شما که 4-5 هفته بیشتر اینجا تشریف نداشتید، نگاه کنیم یه آماری داریم بینندمون هم ببینن، شما ببینید مثلا از سال 1399-400 به بعد، یعنی از فصل 99-400 مشتبه حسینی اونجا بوده 15 تا بازی، داریوش یزدی بوده 4 بازی، محمود فکری بوده 11 تا، سیروس پورموسوی اول اومد توافق کرد فکر کنم قراردادش هم نهایی شد ولی جدا شد قبل اینکه شروع بشه، فراز کمالوند بوده 15 تا بازی، محمود فکری 8 تا بازی، رضا مهاجری 19 تا، شما هم 4 تا بازی، یعنی اصلا اون تداومه ثباته وجود نداره، یعنی توی حالا بخشای مختلف اگه دقت بکنید یه مربی به 20 بازی نمیرسه تو نفت مسجد سلیمان. بعد شما چطور انتظار دارید، هوادارا چطور انتظار دارن که تیم نتیجه بگیره؟ آیه میساقی عزیز، من واقعا چون که خودم فرزند مسجد سلیمانم باید از هوادارا بسیار بسیار سپاسگزاری کنم، خیلی از من حمایت کردن تو چند وقت اخیر و مردم از سلیمان به خوبی ما رو پذیرفتن، اما بحثی که وجود داره بعضی از تصمیم گیری ها از بیرون از حتی استانمونه و یه بیماری به نام MS وجود داره که روی پیکره نفت از سلیمان وجود داره و از بیرون از استان نمیگم چجوری توضیح دادم، نمیذارن نفت از سلیمان راحت کار کنه. زمانی که ما آمدیم آقای میساقی من 4 تا بازیکن 20 ساله رو تو همین فرصت کم بازی دادم، جوانای مسلمان رو بردم تو کار و سعی کردم. من تصمیم قبول دارم، تصمیمات مدیریتی که من دیدم توی این چند سال اتفاق افتاده، من یادم دو سال و نیم پیش بود داشتیم با مدیرای نفت مسجد سلیمان صحبت می‌کردیم راجع به اون زمین که زمینو چجوری نابود کرده بودن، اگه یادتون باشه زمین چمن نفت مسجد سلیمان اصلا لودر انداخته بودن توش، تصویرشو داشتیم ما. تا برگرده به تصمیماتی که راجع به سرمربی می‌گیرن، این ثباته که وجود نداره و هرس می‌خوره هوادار مسجد سلیمان که اینقدر دوست داره تیمشو، کیف می‌کنه با تیمش، با این تصمیم اصلا بالانس نیست، یعنی مدیریت نفت مسجد سلیمان تیمشو باشگاهش توی این چند سال با میزان علاقه‌ای که مردم هوادارا دارن بهش میزان نیست، مدیریت توانمندی توی این چند سال وجود نداشته، همون هم شده در واقع اینقدر روند سینوسی تیم نفت مسجد سلیمان. آقای اشکش براتون آرزو موفقیت می‌کنم، هر جاستی ان شاءالله موفق باشید. من یه توضیح بدم خدمت شما خیلی کوتاه. مدیران کلان نفت مسجد سلیمان نگاه خوبی به مجموعه فوتبال مسجد سلیمان دارن، اما بعد تصمیم‌گیری‌های جزئی و من سعی کردم در این مدت کوتاه ریخت و پاش‌های مالی نکنم و بخوام ساختارسازی کنم در نفت مسلمان و بگم این پولای اضافه که میخواد خرج بشه بیایم خرج ساختارسازی در مسلمان کنیم. خیلی عجیبه برای من که یه تیم لیگ برتری هنوز جی پی اس نداره، یه تیم لیگ برتری هنوز از زمین 100 سال پیش نفت مسلمان داره استفاده میکنه، زمین خیلی قدیمی، هنوز یه زمین چمن ساخته نشده در مسجد سلیمان، هنوز خوابگاهشون و کمپ مسلمان تکمیل نشده. من گفتم به جای که بیایم قراردادهای کلون خرج کنیم و پولای کلون رو به بازیکنایی بدیم که شاید نتونن بیان اونجا کارهای لازم رو در شهر ما به علت محدودیت ها داشته باشن، بیایم این خرجا رو خرج ساختارسازی کنیم، بیایم به جوانای استان خوزستان بها بدیم. ممنونم آقای اشکش، سعیمون بر این بوده اما متاسفانه نشد. آرزوی موفقیت برای تیم مسلمان دارم، چون این تیم تنها دلخوشی ما و مردم مسلمان، برای کارت جدی هم آرزوی موفقیت دارم. ممنونم، متشکرم از شما، شب شما بخیر. باید ببینیم رضا نعتی که به عنوان سرمربی جدید نفت مسجد سلیمان معرفی شده چیکار میکنه بعد از عملکرد خوبش توی فصل گذشته با هوادار، ببینیم این فصل
به عنوان سومین مربی به نفت و سلیمان اومد و باید ببینیم میتونه تیمو نگه داره، شرایط خوبی توی لیگ داشته باشه یا نه. برد شیرین ملوان رو می‌خوایم ببینیم با هم. یه ذره دیر شد، باید زودتر این بازی هم تقدیمتون می‌کردیم. مقابل پیکان این بار تونست 3 امتیاز رو بگیره، بعد از 0-0 که گرفت، امتیازایی که گرفت از 4-5 تیم بالای جدول، این بار 3 امتیاز برای ملوان که دیگه خیالشو یکم راحت کرد. فرصت برای تیم فوتبال ملوانه، میره که دروازه باز بشه، سانت به روی خط محوطه جریمه، 19 علی رمضانی، سانت داخل محوطه، فرصت برای پیکان و یه شوت مستقیم که نتیجه نداره، نتیجه همچنان بدون گل دروازه ها بسته. یار شماره 19 پیکان تو محوطه جریمه، فرصت برای این تیم، اینم موقعیت خوبی بود، آماده برای ارسال توی محوطه جریمه، فرصت برای تیم فوتبال ملوان. میبینید داخل محوطه جریمه رو و حالا اون جناح که کورنر باید ارسال بشه، فرصت برای همه کار. حرکت عرضی، ملوان ها موقعیت عالی برای این تیم، شوتر عالی شماره 23، سپید پوشان ملوان بندر انزلی، سعید کریمی برمیگردونه، حالا ملوان، حمله از ملوان از جناح راست، مومنی کوتاه تو محوطه جریمه، فرصت و توی دروازه، ملوان 1 پیکان 0. نکته‌ای که در مورد تیم ملوان وجود داره که 5 بازی که ملوان تو لیگ برتر گل دریافت نکرده و یه بازی قابل قبول از خودش به نمایش گذاشته. نظرتون چیه؟ برمیگرده به ساختار خوب دفاعیمون و اینکه همه بازیکنان واقفن به وظایف دفاعی خودشون. به نظرم کار بیشتری باید انجام بدیم که موقعیت ندیم به تیمای حریف، ولی خب بازیکنان کاملا توجیهن تو وظایف خودشون و مطمئنن شرایط رو سخت میکنن برای تیمای حریف. بازی بدی نبود، اما خب یه شکست تلخ بود برای ما.
ما نیمه اول کل بازی در اختیارمون بود، هم خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، هم خلق موقعیت‌های خوبی داشتیم. متاسفانه به گل نرسیدیم. نیمه دوم هم بازی نسبتاً پایا پای بود، ما هم بازم داشتیم خوب بازی میکردیم، اما تیم اونا یه مقدار نیمه دوم بهتر خودش رو جمع جور کرد. متاسفانه روی دفع توپی که دفاع وسط اون انجام داد، دفاع ما مرتکب یه اشتباه مهلک شد، یه گل بچگونه خوردیم. شما وقتی میایین توی شهری مثل انزلی اگه قرار باشه موقعیتاتو استفاده نکنی و گلای بچگونه بخوری، بازی رو میبازی که این اتفاق. خب برده شیرین ملوان رو دیدید چه سه امتیاز تونست بگیره از این بازی که شروعش هم با یه لباس کلاسیک و قدیمی ملوان با پیرن سیروس قایقران به زمین رفتن به مناسبت تولد سیروس قایقران، کار خوشگلی که در شروع مسابقه ملوانی انجام دادن و خاطر خوبی هم شد براشون این مسابقه. حالا جدول آخرش مرور میکنیم که سه امتیاز تاثیر داشت قشنگ جایگاه جدولی ملوانی که روند خوبی رو از 6 هفته گذشته داشته تا الان. داوری هم نداشت، نکته خاصی داوری مسابقه نداشت و پیکای بازی دیگر هم واگذار که تو دو سه هفته‌ای هستش که از اون روند خوب خودش و سخت باختن و سخت گل خوردن خودش فاصله گرفته. تیم پیکان به شدت هم به نظر من کم بوده نیرو و بازیکن داره دیگه، یعنی تیمی که شرزو تمیروف توش بازیکن قطعا کم بوده بازیکن داره. نفت و فولاد می‌خوایم ببینیم و برای دومین بار تو این فصل نفت به فولاد نباخت. فوق العاده هم عصبانی بود جواد نکونام توی کنفرانس آخر مسابقه. حالا میام صحبت می‌کنیم راجع به دلایلش هم صحبت می‌کنیم که برمیگرده به رقابت‌های آسیایی که فولاد قرار تو حضور داشته باشه، ولی به هر حال تاوارس که به نظر من خوب کار کرده با تیم صنعت نفت آبادان و تیمش خوب فوتبال بازی می‌کنه، تونست یه امتیاز از فولاد هم بگیره. صنعت نفت روی تیر اول فرصت برای این تیم هست، برمیگرده خط دفاعی فولاد، یه لحظه اشتباه میگه، یه بار دیگه ریکای ضربش رو میزنه در دو مرحله. کنت رو به عقب، توپ بلند، فرصت برای بازیکنان فولاد خوزستان در محوطه جریمه. یه لحظه اشتباه میکنه خط دفاعی، فرقی نمیکنه، مثل الان فرصت برای نفتی‌های آبادان و ریکانی. فولاد خوزستان هست در محوطه جریمه. خیلی خوب زد. مهار تویده است، نصیب بوهمدان میشه. موفق در سنگرگیر با گام‌های بلند به تو میزنه، فرصت برای بازیکنان صنعت نفت و حسین سنگرگیر. سمت راست بلازه اثر گذاشت بیت سعید. چهار نفره فاصله 10 یاردی با پای چپ ضربه شد میزنه و درازکش توپو جمع میکنه. تساوی بدون گل. نه فقط این من، حتی بازیکن هم در واقع به حس اعتماد به نفس متقابل رسیده. By the end of the season we're gonna see. باید بشیریم و منتظر بیستیم که انتهای فصل چه نتایجی رقم خواهد خورد برای تیم ما. I don't think about Mesker, man. بحث مثل که ما شما می فرمایید
ما به تمام لیگ نگاه میکنیم، فقط به یک بازی خاص ما نگاه نمیکنیم. شما هر بالاخره بازی شما انجام میدیم، مثلا بازی با استقلال یه سری مشکل داوری داشتیم، ما این بازی هم بازم به همین شکل یه پنالتی داور برای ما نگیره. برنامه داریم برای کل لیگ که بتونیم تیمون توی لیگ برتر حفظ کنیم. فولاد نماینده آسیایی ماست و باید تو مسابقات لیگ قهرمان آسیا شرکت بکنه، در حالی که ما نماینده دیگه ای نداریم و بقیه تیممون حذف شدن، فولاد باقی مون توی این رقابت ها. و تو کنفرانس هم جواد نکونم خیلی عصبانی بود، حالا عصبانی از بیشتر از این که نمیتونه بازیکنایی که میخواد از لیست خارج کنه رو خارج بکنه، یعنی عصبانیت قانونی داشت به یه سری مفاد قانونی و یه سری بازیکن‌ها وارد بکنه. مثلا میگه آقا ما کولیبالی رو باید خارج بکنیم، نه من پاتوسی رو نمی‌خوام، باید خارج بکنیم، بازیکن جدید می‌خوام بگیریم، نمیتونیم. حالا نکتهش اینه توی رقابت‌های لیگ قانون مشخصه و مثل بقیه تیم‌ها باید رفتار بشه با فولاد، ولی توی رقابت‌های آسیایی اگه امکانی وجود داره برای فدراسیون ما که کمک بکنه به نماینده فوتبال کشورمون توی رقابت‌های لیگ قهرمان آسیا، من نظرم باید این کارو انجام بده. یعنی اگه فدراسیون ما فقط برمیگره به فدراسیون خودمون که اجازه بده به فولاد که بازیکن بیشتری رو اضافه بکنه، بتونه بازیکن خارجی تو لیستش داشته باشه، به نظر من باید این کارو انجام بده. ولی خب توی لیگ که خب قوانین برای همه مشخصه و برای همه یکسانه، فرق نمیکنه فولاد باشه، نفت مسجد سلیمان باشه، پرسپولیس استقلال باشه، این فرق واقعا تفاوتی نمیکنه. ولی اگه فدراسیون میتونه توی رقابت‌های آسیایی کمک بکنه لحاظ قوانین به فولاد، به نظرم باید هم چیکاری رو انجام بده. حالا بریم کنفرانس رو ببینیم، یه سری توضیحات نکات بعدش من خدمتتون میگم. مشکل ما کم بوده بازیکنمون، امروز دوباره ما الان چند وقته درگیر این مشکل هستیم و هیچ اتفاقی هم برامون هنوز نیفتاده و کاملا از این موضوع ناراحتم، به خاطر اینکه ما تنها نماینده فوتبال ایران توی آسیا هستیم و هیچ کس بهمون هیچ کمکی نمیکنه. اگر باشگاه‌های خیلی صادقانه میگم، باشگاه استقلال، پرسپولیس، تیم‌هایی بودن که هوادار داشتن و فشار می‌آوردن به فدراسیون و وزارت ورزش، سازمان لیگ، هزار تا اتفاق تا حالا افتاده بود. ما تو فوتبال خودمون، تو خونه خودمون، قطعا نفت آبادان، قطعا همه تیم‌های مشکل دارن، بازیکن‌های خارجی هر جوری دوست داشته باشن رفتار میکنن، هیچ کس هم نیستش بتونه بهشون چیزی بگه. و تا چیزی هم میگه فیفا آقا لولو خورخوره نیستش الکی، فیفا کسی نکنه، چون ما الان یه معضلی داریم متاسفانه. بخش حقوقیمون یه قراردادی رو تنظیم کردن، نمیتونیم بازیکن رو بیرون کنیم، خیلی راحت بگم. و ما بازیکن از لالیگا آوردیم اینجا بازی کنه، قبل از بازی من میگم نمیتونه بازی کنه. ما یه هفته تمرین کردیم که بچه بازی کنه، از اونجا به احترام ما، به احترام در حال دوستی که داریم اومده اینجا، ولی نمیتونیم استفاده کنیم ازش الان دو هفته است. و قوانینی داریم که خنده‌دار، الان ما میخواد تیم بره با الفیصلی عربستان بازی کنه، اون تیم داره با 6 تا بازیکن خارجی بازی میکنه، من یه دونه دارم تو گل داره بازی میکنه واسم، دو تا دیگه شون رو نمیدونیم چیکار باید بکنیم، بازیکن رو بردیم نمیتونیم اضافهش کنیم تو لیست. یه سری قوانینی داریم تو فوتبالمون و تو کشورمون، خودزنی میکنیم، اصلا نیازی نیست کسی عربستان ما رو ببره، ما خودمون میبازیم. مثلا من از الان بگم به مسئولین باشگاه قطعا به صورت رسمی اعلام میکنم، ما انقدر مشکلات امسال داشتیم، من تو کل فوتبالمو بذارم یه طرف با مشکلاتی که امسال داشتم تو فولاد همش برابری میکنم، کل فوتبالم، کل زندگی فوتبالیمو بذار، اصلا نمیدونید چه اتفاقاتی امسال برای من افتاده، یه اتفاقاتی که اصلا به من مربوط نبوده. حالا من تیمم بخواد بره بازی کنه سیه به من، آقایون بفرمایید، مسئولین فوتبال کشور لطفاً به من جواب بدن، به همه هم داریم با احترام سوال میکنیم، به من جواب بدن، فقط اونا به من بگن من چیکار کنم. من لیستمو، برنامه‌مو، همه چی رو میذارم رو میز، میگم آقا شما بگید چیکار کنم. تو یه بازیکن بیاد تو کشور خودمون هر کاری دلش میخواد بکنه، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. مشکل از خودمونه، مشکل از قراردادامونه، مشکل از قوانینمونه. من فوتبال بازی کردم تو دنیا، من دیدم همه اینا رو، من چشیدم همه اینا رو. از الان بگم با اینکه تیم لیگ یک عربستان هستم، این تیم ما رو میبره. اگر توجه نکنیم، زود خودمون رو جمع‌جور نکنیم، این تیم ما رو میبره. این مرحله رو هم بگذرونیم، بعدی رو می‌بازیم. ما نمی‌خوایم بریم اونجا کیسه بوکس بشیم. من نمیرم.
اگر بدونم تیمم نمیتونه مقابله کنه مبارزه کنه نمیرم. شما دیدید من تو گروه اسد و النصر و الوحدات اردن بودم، رفتم دعوا کردم، تیمم هم آخر شد، ولی تا روز آخر دعوا کردم. بدونم میتونم دعوا کنم، بدونم میتونم دعوا کنم، نمیرم اونجا خودمو مسخره کنم، به خاطر اینکه من تو فوتبال میشناسنم، نمیتونم حیثیت خودمو که ذره ذره این همه سال زحمت کشیدم جمع کردم یهو به باد بدم، نمیتونم همچی کاری رو کنم. میخوایم این فوتبال درست بشه که همه چی شسته رفته باشه. کدوم لیگ، کدوم تیم تو دنیا رو با این شرایط شما دیدید؟ یه دونه تیم به من بگید من دیگه اصلا تو فوتبال نمیمونم. مثلا همچی چیزی رو محالی کسی ببینه. بازیکن نداریم، بازیکن نمیتونیم بگیریم، نقل و انتقالاتمون میخوایم یار بگیریم، آقا تا لیست نذاری بیرون، تا پول اونو تا 1000 تومنشو ندی، آقا طلب من چی میشه پس؟ من سال 91 طلب دارم. آقا اینو میخوای بذاری بیرون باید نازش کنی، نوازشش کنی. آقا پولشو میگیره میره کنار بازی کن. باشگاه باید پولشو بده، وظیفه شد دیگه. 20 تا بازیکن بگیرید. آقا اگر شد یه موقع 21 باید بریش نمیدونم بزننت. اگه 21 و نصفی بشه از پشتمون میندازیمت پایین. این کارا چیه آقا؟ فوتبال یه قانونی داره، باشگاه‌هایی که شفافیت مالی دارن و مشخص همه چیزشون رو بده این ندارن. بازیکن اتلتیکو مادرید دوست داره 200 تا بازیکن بگیره، چلسی دوست داره 50 تا بگیره، اصلا کسی کاری نداره باشه. خب این صحبتایی بود که جواد نکونام راجع به شرایط تیمش کرد. خب بخشش که اصلا من متوجه نشدم، حالا شاید مشکل از من باشه، ولی اون یه سری چیزاش که متوجه شدم ایراد از باشگاه خودشونه دیگه، یا از نحوه قرارداد بستنشونه. شما اگه مثلا پاتوسی رو داری میخوای بذاری از لیست بیرون، باید باش به توافق برسی یا پولشو بدی بذاری بیرون. مثلا بذاری بگو آقا شما برو با تیم امید تمرین کن، پولتو میدم تا آخر بتونی از لیست خارج بکنی. یه سری مشکلات در واقع قوانین نقل و انتقالاتی ما تو لیگ خودمون داریم، این تردیدی توش نیست که اون باید اصلاح بشه، حتما روش کار بشه. ولی خب یه سری قوانین هم وجود داره برای لیگ قهرمانان، یه سری قوانین برای لیگ. به نظر من فدراسیون اگه میتونه کمک بکنه به فولاد برای بخش لیگ قهرمانانش، حتما باید این کار انجام بده، یعنی اجازه بده مذاکره بکنه یا هر چیز دیگه که فولاد هر چقدر میخواد بازیکن اضافه بکنه برای لیگ قهرمانان. ولی شما نمیتونید اون بازیکن رو تو لیگ بازی بدی، چون قانون به هر حال قانونیه که پذیرفتی و داری توی این لیگ با اون قانون بازی میکنی. میشه مثل بقیه تیم‌ها، میشه مثل استقلالی که شاید آمانوفو نخواد، باید لیست خارجش بکنه، حالا با هر مکانیزمی، با هر سیستمی که وجود داره، تا بتونه یه بازیکن جدید وارد بکنه. شما اگه بخوای بازیکن خارج بکنی، باید قوانینش رعایت بکنی تا بازیکن جدید بتونی وارد بکنی. این مشکلیه که الان فولاد میگه کمبود بازیکن دارم، به واسطه اینکه چند تا بازیکن مصدوم داشته فولاد توی این فصل، نتونستن کمکش بکنن. ولی بازم میگم رقابت لیگ قانون اگه بدم هست، بالاخره برای همه وجود داره و باید رعایت بشه، از استقلال، پرسپولیس تا نفت و سلیمان و فولاد. ولی برای آسیا اگه میتونن کمکش کنن دوستانمون توی فدراسیون، تو بخش بین‌الملل حقوقی، هر جا باید به فولاد کمک بکنن، چون نماینده فوتبالیمون هم هست. حالا اینکه کمبود بازیکن داره فولاد، نمیدونم به چه نکاتی برمیگرده. الان کریستوفر کنت و خارجی دارن، کولیبالی و مثل که نمیخوان و پاتوسیر هم نمیخوان انگار. حالا این برمیگرده به نظر کادر فنی دیگه، یعنی خارجی رو داره ولی نمیخواد ازش استفاده بکنه. این لیست بازیکن ورودی اول فصل فولاده که فولاد اگه ببینید شما سعید آقایی رو گرفت از پرسپولیس، فکر کنم جزء بازیکن‌های گرون لیگ هم حساب می‌شدن دیگه. وریا غفوری هم همینطور، دلفی هم باهاش حالا فکر کنم کارش نهایی کرده بودن، علی قربانی، مجید علیاری، احسان پهلوان، مارز قبشابی، فشیل اسماعیلی، کریستوفر کنت و اشکان دژاگه. توی این لیست خب کریستوفر کنت که وایساد تو گل براشون داره بازی می‌کنه، اشکان نصف نیمه براشون بازی کرد توی این فصل، وریا غفوری که مصدومه چند تا بازی هستش که اصلا حضور نداره، مجید علیاری که ربات داد، فشیل اسماعیلی ربات داد، علی قربانی هم که شدید مصدوم شد، یعنی 4-5 تا بازیکن اصلیشو فولاد از دست داد. یعنی فولاد یه نگاهی هم باید بکنه به اینکه چرا انقدر بازیکناش مصدوم شدن و چقدر بازیکن تاثیرگذار. این مجید علیاری فکر کنم یه قرارداد بالای 15 میلیارد هم داره، جزو بهترین بازیکن‌های فصل گذشته بود که مثل رفسنجان یه کشت خودشو که نگه داره. مجید علیاری رو اومد فولاد چقدر هم تاثیرگذار، یعنی تا موقعی که مجید علیاری بود بعد علی قربانی اومد کمک کرد، فولاد قشنگ داشت فوتبالشو بازی میکرد. ولی مجدریاری مصدوم شد، فرشید اسماعیلی که شاید یه ستاره‌ای بود که رفت تیم فولاد، اونم ربات صلیبی پاره کرد، علی قربانی، وریا هم مصدوم شد. مصدوم خیلی زیاد داده فولاد و همین دست جواد نکونامو خالی کرده. اول فصل با کولیبالی تمدید کردن، با پاتوسی تمدید کردن، با محمد آبشک، با ایوب والی، با بوهمدان، با عبدالزاده حیدریه و متیشیری. متیشیری که این فصل براشون بازی کرد، خوبم بازی کرده بود، جز دفاع راستای خوب لیگ بود، باهاش تمدید کردن و تو پست دفاع راست قرار گرفت که نجاریان هم توی اون پست دارن.
خروجی‌هاشون هم پریرا رو از دست دادن اول فصل که خیلی مهم بود براشون، چون فولاد سبکی که فولاد بازی می‌کرد خیلی احتیاج داشت به لوسیانو پریرا، چون یه دفعه بلند می‌زدن براش تک و تنها بود اون جلو، قشنگ نگه می‌داشت، اجازه می‌داد تیم اضافه بشه. ممرز عباسی رو از دست دادن که فیکس الان داره توی تراکتور بازی می‌کنه، احسان مرادیان و آرش رضاون به استقلال برگشت، مهران موسوی رو که دادن به آلومینیوم، سینا مریدی هم رفت، درخشامر هم گلگوهر، ساسان حسینی هم دادن پیکان، یوسف کیشمس هم جدا شد. نیم فصل هم الان روبرتو تورس رو گرفتن که مستقیم از دالیگا اومده، یعنی کاپیتان اوساسونا بود الان اومده و باید برشون بازی بکنه، بازیکن فوق العاده با کیفیتیه به هر حال با توجه به رزومه ای که داره. البته ایبای گومز هم یه تجربه ناموفق تو فولاد داشت، فکر کنم یه 50 دقیقه بازی که تو لیگ قهرمانان برای فولاد و روبرتو تورس، امیدوارم بتونیم تو لیگ هم ببینیم، هرچی بازیکن با کیفیت اینجوری بیاد به لیگمون اتفاق خوبی، هم بتونن تو آسیا ازش استفاده کنن هم تو لیگ. سعید واسعی که مدت‌ها فوتبال بازی نکرده بود فکر کنم، البته که بازیکن خیلی با استعدادیه، تو این بازی بهش 20 دقیقه بازی رسید و بعد مدت‌ها دیدیمش، بازیکن سابق تراکتور، پیکان و حالا خروجی‌هاشون هم میگن کولیبالی و خلعت‌بری که این فصل نبود و پاتوسی و لیموچی خواهند بود. این اتفاقات فولاده، حالا خلع قانونی هر اتفاقی که هست، قوانین نقل و انتقالات داخلی که سر جاش مثل فصل گذشته است، همه تیم‌ها هم بالاخره میدونن و حفظشن، ولی توی رقابت‌های آسیایی اگه فدراسیون میتونه باید کمک بکنه حتما به فولاد که بتونه بازیکن جدیدم اضافه بکنه، ولی مصطوما عجیب کار دست فولاد داد. یه صحنه داوری هم داره این بازی، با هم دیگه ببینیم. امیر سامان سلطانی که جوان‌ترین داورای لیگ برترمون، علی احمدی، صادق رستمی و محمد علی صلاحی. این صحنه است. هند باید اعلام میشد یا نه؟ دست مهدیشی، اصلا دست که هیچی، اصلا پاش میخوره. جالبه که اعتراض میکردن روی این صحنه نفتی ها، اصلا به دستش برخورد نکرد و پنالتی هم نبود. مهدیشی هم دستش تو حالت طبیعیه کنه، اصلا هم به دستش نمیخوره، هیچ بس اعتراضی هم نباید میکردن. بسیار عالی. پس مشکل داوری هم داشت امیر سامان سلطانی که بازی سختم بهش دادن این فصل، با اینکه داور جوونی هم هست بازی سختم داشته تو این فصل رو اتالیا برد. جدول اگه بچه‌ها بهم بدن با هم دیگه ببینیم، بعدش هم برنامه بازی‌ها رو با هم مرور بکنیم. جدول به هم میگه که 16 تا بازی 35 امتیاز برای پرسپولیس با فقط یک باخت، 5 امتیاز اختلاف ایجاد کرد با سپاهان که تیم دوم جدوله و گلگهر سومه با 29 امتیاز که عالی نتیجه گرفته تا اینجای فصل. تیم امیر قلعه‌نویی سوم جدول، بعدش استقلاله که چهارمه، مثل رفسنجان تا پنجم خودشو بالا کشید دوباره، رتبه خوبه مثل رفسنجان، پنجم جدول براشون عالیه. تراکتور ششم، هفتم فولاد، دقیقاً هفتایی که اول فصل ازش صحبت کردیم سر جاش، یعنی همون هفتایی که با آقای جلالی پیش از فصل صحبت کردیم، هفته اول جدول رده بندی بودن. بعد میشه آلومینیوم، نساجی، نساجی مدت اومد تو این 4 5 تا ها، اومد پنجم ششم اینا بود، ولی الان اومد نهم. زوباهن، ملوان تا 11ام بالا اومد، یه ذره خیالش راحت شد. هوادار، پیکان دو سه هفته است که نتیجه نمیگیره، اومد 13ام مثل کرمان و بعدش هم نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان که دو تا تیم نفتی فعلا 15ام و 16ام جدول رده بندی هستند و خوششون باشه مدیرای عزیزمون که حمایت نمیکنن از تیمای نفتی. سال گذشته اینقدر راجعشون صحبت کردیم که آقا باید جدا در نظر بگیرید، جدا نگاه بکنید به تیمای نفت مسجد سلیمان، نفت آبادان، این علاقه بزرگی که وجود داره، این مسئولیت اجتماعی شماست غیر از بحث‌های فوتبالیش، ولی فعلا که اینجوری شده ته اوضاع. هفته 17ام پنج شنبه 6 بهمن ماه با بازی استقلال و ملوان که این همین بازی تو جام حذفی هم تکرار میشه، این بازی توی تهرانه و بازی جام حذفیشون هم اوایل اسفند ماه، این دو تا تیم تو حذفی هم با هم دیگه برخورد کردن. نساجی هم همون روز با سپاهان بازی میکنه ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه آلومینیوم با صنعت نفت، زوبا هم با تراکتور، پیکان با مثل کرمان، گلگهر مثل رفسنجان که اینم بازی مهم و جذابیه، نفت و مسجد سلیمان. هوادارم قشنگ رضا عنایتی تو اولین تجربه خودش به عنوان سرمربی نفت مسجد سلیمان جلوی تیم خودش هوادار قرار میگیره، تیم سابقش، و فولاد و پرسپولیس یکی از بازی حساس این هفته رو برگزار میکنن، ساعت 17:15 دقیقه در اهواز این بازی برگزار میشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. یه سری بخشای دیگه هم مثل مصاحبه پیام بخش دومش و مصاحبه پیکانیا و تاوارس و اینامون که نرسیدیم امشب تقدیم حضورتون کنیم، ولی متشکرم که فوتبال برتر هم تا آخر دیدید. مراقب خودتون خیلی باشید، شبتون بخیر، یا علی خدا.